خب بینندگان عزیز، باز سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، مخصوصا سال خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، سال 2018 میلادی، و سال بهتری در انتظارتون باشه، سال 2019 میلادی. گویا من در آخرین برنامه به جای سال 2019 گفتم سال 2009، و همه شما رو با یک اشتباه 10 سال جوانتر کردم. کسی شکایت داره میخواین پیرتر بشید؟ خب به سال 2029 خوش آمدید. سال 2019 است. امروز دوم ماه ژانویه است و برابر است با 12 دی ماه 1397. چهارشنبه هم هست. چرا خط میکشم؟ خط میکشم که بفهمم چی گفتم که دیگه تکرار نکنم. شما دلتون نمیخواد اینایی که برنامه تلویزیونی میذارن یا اینایی که میان یه جایی سخنرانی میکنن تکرار مکررات نکنن، وقتی یه چیزی کم میارن هی سر شما رو در نیارن و همون چیز رو دوباره و سه باره و اینها بگن. دو تا برنامه امروز نگاه میکردم، یکی از این آقای فواد پاشایی که من تعجب میکنم یک سازمانی چقدر باید بدبخت باشه و نفرات کم داشته باشه که کسی که لکنت زبون نداره ایشون، ولی اینجا میگن حرفاشون رو میخورن، حتی میگن که اینها گلوله، نه گلوله فشنگ، اون گلوله بازی تو شیراز میگفتن گلوله، شما میگین تیله، تیله تو دهنشونه و چند تا تیله اگه بندازید تو دهنت نمیتونی درست صحبت کنی. براتون گفتم آقای یوسفی میگه از اتریش هستم. اتریش، بله اتریش هم جای خوبیه، فکر کنم مملکت آقای آرنولد شواتسن اگر هست که اینجا به اشتباه بهش میگن شواتسن نگر، و اون دفعه میگه آقا من سیاه‌پوست نیستم، به من نگید. حالا که دیگه به سیاه‌پوستا هم نمیتونید این کلمه رو بگین. خب این از این. خیلی خوشحالم که با ما هستید. و بله، این آقای پاشایی داشتم برنامهش رو نگاه میکردم، راجع به بانک های ایران میگفت و خیلی برای من جالبه، کسی که تو آمریکا هست دیده اینجا از اون ماجرای سالهای 1920-1930، حالا این ندیده ولی شنیده یا خونده که ورشکست میشه، رکود اقتصادی که هیچ، اون به اصطلاح یکی دیگه چیه بعد از رکود، از اون قویتر اون میشه و اینها، که بعد بانک ها میان یه بیمه ای رو درست میکنن که شما اگه پولت رو گذاشتی تو این بانک ها بیمه باشه. فکر کنم دم در اگه برید یه چیز زده نوشته FID، یعنی این Federal something، یعنی اینشور هست. بله میگه واقعا کارگاه آموزشی گذاشتید و ساده حرف میزنید. من خیلی خوشحالم که از سادگی و ساده حرف زدن هم من از شما یاد میگیرم، هم شما ممکنه یه چیزی از من یاد بگیرید، به جای اینکه خیلی تیتیش مامانی و قاشق چنگالی صحبت کنیم و بعد بلد نباشیم. این آقای پاشایی آمده بود راجع به بانک ها صحبت میکرد، میگفت یکم گوش دادم، باید اول عادت کنید به حرف زدنش، بعد فهمیدم میگه میدونید که الان سالهاست بانک های ایرانی پولای مردم رو میخورن ولی هیچکس جوابگو نیست. اولا این بانکایی که باز شده آقای پاشایی این بانکی که آقا رضا پولوی اینجا باز کرد برای خودش و عمش و آقای انصاری و دیگران، و اول شروع کرد پول خودیا رو خورد. اگه شما تونستی تو آمریکا یقه رضا پولوی رو بگیری، برو اونجا هم یقه اونا رو بگیر. اگه تونستی تو آمریکا تو نیویورک یقه اون مداف رو بگیری که بیلیون ها دلار پول مردم بازنشستگیشون خورد، برو یقه اونها رو بگی. آخه این حرفایی که شما میزنی چه دردی از این جامعه بیچاره رو به اصطلاح درمان میکنه؟ واقعا دلشون خنک میشه که شما بهشون بگی که قانون نیست؟ یعنی خودشون نمیدونن قانون نیست؟ ولی من بارها گفتم خب کسی که میره بانک پولش رو میذاره انتظار داره 25% بهش سود بدن، این باید فکر کنه این پول رو بانک چی کار میکنه، در کدام کارخانه تایر سازی ایران این پول رو میذاره، تایر تولید میکنه میده به کامیوندارا، ما هم سود میبریم. نه آقا، این پول رو میذاره یه بدبخت دیگه ای که میخواد پول قرض کنه،
اون بدبخته کیه؟ بچه شما، داداش شما، شوهر خواهر شما، عروس شما، هر کی. اون بهش میگن 30% باید سود بدی تا ما از شما 30% بگیریم، به این آقای طمعکار 20% سود بدیم. بعد حالا از خودتون سوال کنید وقتی شما این کارو میکنید دارید چی کار میکنید؟ دارید کمک میکنید به تورم اون کشور. یعنی هر چیزی که امسال 100 دلار ارزش داره سال دیگه میشه 130 دلار، حتی 120 دلار، نه اشتباه نکنید، 100 دلار به اضافه 20 دلار شما، نه 130 دلار، 100 دلار به اضافه 30 دلار که اونها از طرف سود گرفتن. اونی که وام میگیره 100,000 دلار میره یه خونه میسازه، بعد باید 130,000 دلار پس بده، این خونه رو باید بفروشه 150,000 دلار تا 130,000 دلار پس بده. پس 100,000 دلار امسال میشه 150,000 دلار، یعنی گرونی 50%. آقای پاشایی، دوست عزیز، من و شما، فامیلای من و شما با آخوندا همکاری کردن به این روز افتاده ایران. حالا شما هی بشین توی کالیفرنیا هی بگو شاغالب داریوش بارون داریوش بارون بارون بارون، یه دفعه که گفت که این شازده نمیدونه کی رو کجا بذاره، گفتیم آقا کی رو چیه؟ کی رو؟ کی؟ چه کسی را؟ بعد همه نوشتن بذار اونجایی که حضرت محمد گفته، اون یکی گفت بذار اونجایی که بلان نمیدونم. خیلی ممنون. آقای رجبی میگه درود بر شما که به زبان مردم صحبت میکنید. بله، در شهر آرنولد هستم، گراتس. اوکی، خیلی ممنون. بله، این دوستان از اقصی نقاط ایران با ما هستن. دوستان لطف کنید برنامه ما رو با دوستانتونم شیر کنید به دو دلیل. یکی اگه مخالفید به دوستانتون بگی آقا بیا نگاه کنید حوزگر چی میگه، اگرم موافقید خب بذارید 4 نفر دیگه هم بفهمن. من نمیدونم ماها چرا اینجوری هستیم، هر چیزی رو خوبی رو میخوایم برای خودمون نگه داریم، اگه یه چیز بدم بهمون غالب میشه اونو به دیگران نمیگیم که اونا نکنن این کارو. این آمریکایی بچهش معتاد میشه میمیره، میاد یه جنبش یه حرکتی را میندازه به همه میگن. ما اگه بچه‌مون یه خلافی کرد اولین کاری که میکنیم به همدیگه میگیم به کسی نگیا، حتی به فامیلم نگیا، به دوستانم نگیا. این پشتش اون خودخواهی هست که میگیم اگه این بلا سر ما آمده، سر بچه ما آمده، سر خانواده ما آمده، بذار سر دیگرانم بیاد. این یه دلیلشه. دلیل دومش و بزرگترش حماقته که میخوایم جامعه در حماقت کامل بمونه و آگاه نشه، نفهمه که در آمریکا 70,000 نفر پارسال مردن از اعتیاد. این کی؟ حالا سالی که این رئیس جمهور دروغگو گفت من تا آمدم توی وایت هاوس تمام این اووردوز، به ایرانی نمیدونم چی میشه، اونایی که از مواد مخدر مصرف زیادی میکنن بیش از حد که دیگه به جایی که حالا لعم و لوچه بشن و نمیدونم نعشه بشن میمیرن، سنکوب میکنن. شما باورتون میشه این کلمه سنکوب ریشه خارجی داره؟ البته میدونید که ما همه چیزا رو از این وری میکنیم، میگیم بابا این اول از ایران اومده، حالا یا از ایران یا از اونجا فرقی نمیکنه. فرخ هم میگه که هی اند هپی نیو ایر تو اوریوان. ممنونم به همه شما دوستان. آقای فرخ سپهرار از ویرجینیای زیبا هم سلام میکنه، هم سال نو رو تبریک میگه، ما هم سال نو رو به شما تبریک میگیم مجددا و برنامه ها رو میریم با پیامی از نوادا. نوادا حرفای زیادی راجبش هست. حالا از این آقا مهدی که چقدر قشنگ اسمشو گفته، شمارش اینجا هست. حالا ببینید ما از فردا شب مزاحم آقا مهدی میشیم، ساعت 3 صبح بهش زنگ میزنیم فوش خار مادر میدیم. والا بلا اگه 3 روز دیگه به من زنگ بزنه بگه من مهدیم، اگه 3 روز دیگه به من بگه آقا زنگ نزدی، میگم آقا من قرار نبود زنگ بزنم. اصلا حوصله این کارا رو نیست. در هر صورت خون سانسوری نکنید، به خودتون احترام بذارید. تصمیم سال نو یا نیو ایر رزولوشن، این کلمه رزولوشن یه ریشه جالب داره. سولوشن یعنی راه حل، چاره.
رزولوشن یعنی اون راه حل و چاره کاری انجام نداده، من دوباره میخوام راه حل پیدا کنم. و متاسفانه هر سال هم همینه و بزرگترین رزولوشن یا بیشترین تعداد بیشتر در آمریکا اینه که طرف میگه میخوام وزن کم کنم. آقا میخوای وزن کم کنی؟ از تنکسگیوین و کریسمس و سال نو تا حالا خوردی 20 پوند اضافه کردی، چجوری میتونی تو این یه ماه بری باشگاه وزن کم کنی؟ تصمیم بگیرید روزی 30 دقیقه 45 دقیقه راه برید. من خودم هم باید این کار رو انجام بدم و ببینید که چی میشه. بعدم موقع این جشن ها و اینها ما یه دوستی داریم به نام آقای علی مسلک. اگه شما از اینجا تا اونجا بزرگترین سفره رو بچینی، بیشترین نوع خوراکا رو بذاری، این میاد اول برعکس مردم از اون ور میاد یه نگاهی میکنه، میره تای صف وای میسه، دیگه الان میدونه چی میخواد، یه خوراک ور میداره به اندازه خودش. ماشاءالله با وجودی که از من هم سنش چند سال بزرگتره، کمر اینقدر، قدم که نگو، بخوای لامپ عوض کنی باید به این دوستمون بگی. خب میگه به خدا به 4 گروه شیر کردم چون صادق و بیغلقش هستید. متاسفانه ایرانی دنبال دروغ و فوتوشاپ و گذشته هستن، دوست ندارن حقایق رو بشنون. ممنونتم آقای یوسفی. ببین یه بازیه، اون وقتا هی میگفت چند تا، میگفت دوتا، اون میگفت چرا دوتا، اون میگفت سه تا، میگفت پس چرا سه تا، اون میگفت 4 تا. اینجوری یه نفر باید خسته بشه یا یه نفر باید دانا بشه. شما خسته نشو، بذار اونا خسته بشن، گوش بدن، نگاه کنن، دانا بشن. خسته نشو، کارت انجام بده. 20 ساله دارم این کار میکنم. یه آقایی که خودش برنامه داره تو رادیو و تلویزیون و فیسبوک ها، من آمدم یه ویدیویی رو که یه نفر دیگه برای من فرستاده، چون اون روز درباره زمان شاه صحبت میکردیم، گذاشتم روی فیسبوک. بعد برید ببینید این آقا چی نوشته. نمیدونم تو مادرت رو عرب ها گاییدن و فلان و اینها. میگم آقا آخه چرا فوش میدی؟ بیا بگو این فیلمی که خود حکومت شاه تلویزیون ملی ایران اون موقع تولید کرده، خود شاه داره از گران فروشی صحبت میکنه، بیچاره بدبخت، چرا به من فوش میدی؟ برای که ناراحت شده. و اون وقتا ناراحت میشدم من، الان دیگه ناراحت نمیشم، الان برعکس خوشحال میشم. میدونید چرا خوشحال میشم؟ چون نشون میده اثر داشته این فیلم. اول ببرمتون نوادا، ما اون روز یه برنامه ای رو نشون دادیم و از شما دوستان پرسیدیم که آقا خانم این دست فروشی های بی جواز، که همین دوستمون آقای امید ستایش بود که اگه امکان داره بهش کمک کنید، الان در ویتنام هست این آقا. بذار من ببینم این تصویره رو میتونم بهتر کنم. بله، این آقا دست فروشی کرده، میگه آقا من قهرمانم، مدال آوردم و اینها، دیدم که کار نیست، وایسادم کنار خیابون دست فروشی. یه روز شهرداری میاد اذیت میکنه، یه روز کاسبی که روبروش هستم. این اینجا مغازه دوستمون آقای بهروز و محمد کباب بازار، حتما آقای فرزاد شبستری هم میدونه. آخر شب که در مغازه رو میبندن، من میدیدم آب میپاشن. گفتم خدایا اینا هوا سرده، چرا آب میپاشن؟ و اگه کسی آب میپاشه باید اولی که باز میکنن بپاشن که تمیز باشه اونجا و تمیزه. یه روز ازشون پرسیدم، گفت ما که میریم اینجا میان پشت اینجا میخوابن، اینایی که هوملسن همینجا میخوابه، همینجا جیش میکنه، همینجا نمیدونم خوراک باقی موندهشو میذاره، بعضی وقتا کار بزرگتر و خرابتر میکنه، صبح که ما میایم اینجا بوی ادرار میده. بابا کاسبه، داره مالیات میده، 1001 رقم بیمه و بدبختی داره، اون آقا میاد اینجا میخوابه، بلند میشه میره. بله هوملس رو باید کمک کنیم، ولی اینجوری نمیشه. اون به نوع خودش راه حلش رو پیدا کرده بود که آب میره اینجا که کسی نیاد، طرف میاد نگاه میکنه میره اینجا خیسه، میره اون ورتر پشت اون اداره میخوابه که خیس نیست. بهتون گفتم خود من تو شیراز فکر کنم هنوز ممکنه دبیرستانم نمیرفتم، شایدم کلاس اول دبیرستان یعنی هفتم بودم، چون از اون موقع بود که پسر عموی منم آمد دبیرستان احمدی و اون یه سال از ما عقب‌تر، شایدم هشتم بودم اون هفتم بوده. خلاصه این به من گفت که میای بریم کار کنیم. گفتیم چی کار کنیم؟
گفت اینجا طبق میدن میذاریم میفروشیم. گفتیم مال کیه؟ گفت مال همین مغازه. گفتم این مغازه میذاره اینجا؟ گفت آره. اگه نذاره دیگران میان جلوش میفروشن. خب اون اونجوری راه حل پیدا کرد. ما یه فیلمی گذاشتیم نشون دادیم و اینها، از شماها پرسیدیم که اگر شما امروز مسئول بودید چه کار میکردید؟ خب هیچ کس جوابی نفرستاد. این یه حالت خوشحالی داره یه حالت ناراحتی. ما گفتیم مردم بیخیال شدن دیگه، اصلا براشون مهم نیست، جواب نمیدن. بعد گفتم نه، از طرفی نشون میده اونا هم مثل من هستن و راه حلی ندارن، و وقتی راه حلی ندارن ما نمیخوایم زنگ بزنه بگه آقا من راه حلی ندارم. ما گفتیم اونایی که راه حل دارن زنگ بزنه. ولی آقای مهدی از کجا زنگ زده؟ از بگو مهدی نوادا. بریم شماره تلفن ایشون اینه. چه شماره قشنگی هم داری یا اصلا من شمارت هم اگه پاک کنم باز از حفظمه. یه روز بیام لاس وگاس و اون رن کجاست؟ رینو 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 بیام اینجا بهت زنگ میزنم. دروغ میگم آقا نمیتونم زنگ بزنم. خب نوادا آمدم لاس وگاس برای اون کانونشن های بزرگ میومدم که دعوت میکنن بیان اونجا و اینها. ما میرفتیم ازشون عکس و اینا میگرفتیم. خداییش برای ما که مسافر بودیم هیچی نداشت، یه خیابونه که بهش میگن استریپ، بعد دیگه هیچی. ولی خود مردم خب اونجا زندگی میکنن، بچه هاشون مدرسه میرن، سوپرمارکت داره، زندگی داره. و با هم گوش کنیم صحبت های این دوستمون آقای مهدی از نوادا. بفرمایید. آقای توبی سلام، من مهدی هستم از نوادا زنگ میزنم. برنامه شما میدیدم درباره دستفروش های ایران، حتی همین آمریکا هم داره، آمریکا براش میگن سواب می. آیا در طرفیشون که هستید این دو سواب میده، طرف ما که گرمتره آتو سواب میده و میخوام برن اونجا باید بوس بگیرن و پول بدن اجاره کنن و فرایده سرستانده هر وقت دارن میرن جنساشون میپوشن. این دو آجابه این دوبار هم که درباره اون گزنه گفتین اینجاش میگن پویدر آیوی. خیلی ممنون، خدا حافظ شما. من از شما ممنونم. من برای شما سال خوبی آرزو میکنم. امیدوارم باز هم تماس بگیرید، نظری داشته باشید درباره برنامه ها به همین روش خیلی ساده، به این خوبی خیلی ساده پیام بذارید. اسمشو گفته، محلشو گفته، دوتا موضوع رو عنوان کرده و بله پویزن آیوی. مواظب باشید دوستان، هر جا هر علفی سبزی چیزی دیدید دست نزنید. بعضی از اینها اینم به اصطلاح روش های طبیعی طبیعت هست که از خودش حفاظت میکنه. و اما بریم این ویدیویی رو که ما برای فیسبوک گذاشتیم برای دوستان به شما هم نشون بدیم. حالا ببینم اون آقا هم اگر من بتونم معرفی کنم برایش، یه تبلیغ مجانی هم باشه که اونم به اصطلاح خوشحال بشه. اینه دوستان، نگاه کنید. اولا من اولا اینه که دیدم فکر کردم این آقا ستار دلداره و نمیدونم شما هم این شباهت ستار دلدار رو میبینید با این آقایی که اینجا هست. ببینید این select area کامرای 3 و البته ستار دلدار گویا در کیهان ورزشی کار میکرده و اینها، و فکر نمیکنم اون موقع هم به این سن بوده، چون میگه که 19 سالش بوده که در کیهان ورزشی نمیدونم سردبیر بوده. گفتم والا عجب مملکت و گل و گلابی داشتیم که یه 19 ساله میشده سردبیر یه نشریه. اینو با هم گوش کنید، 7-8 دقیقه هم هست ولی خب بد نیست، چون من میخواستم امروز تعطیل کنم کلن و نه کریسمس تعطیلی گرفتیم. ما مثل ترامپ دیدید گریه و زاری میکنه، من نشستم تو کاخ سفید تنها، کریسمس هم نرفتم، حالا سال نو نمیرفتم. خب خودت کردی احمق، خودت گفتی من مسئولیت چی به عهده میگیرم. خب در اصل ما هم اینجا داریم زاری میکنیم و میخواستیم امروز تعطیل کنیم که دوستمون از خلیج فارس برنامه شماره 83 رو فرستاد و من گفتودم اگه اون نیاد منم نمیام.
اینه که میگن هر وقت میخواین ورزش کنید سعی کنید یه پایه، یه همپا، یه همراه، به قول آقای لادن یه همگام پیدا کنید. حتی موقعی که شما تنبلی خسته هستی نمیخوای بری، اون که زنگ میزنه میگه حاضر شد دارم میام، شما بلند میشی میری. بله همه میتونن وسایل ورزشی بخرن تو خونه بذارن، ولی همش میشه چوب لباسی و روش چی آویزون میکنن اصلا نمیفهمن اون زیر دیگه چی هست. بماند این دوستمون که برنامه 83 رو فرستاد، من هم پریدم در حمام و گفتم میام با دوستان امروز سلام و احوال پرسی و روبوسی به خاطر سال نو. هی بگین خمینی بده، ببینید دو تا سه تا سال نو بهتون داده، دو تا سه تا جشنای مختلف داده، حالا هی بگید بد. این همه جشن که خبر نداشتیم، آذرگان، آبانگان، مهرگان، نمیدونم اسفندگان، همه اینا رو به ما داد. دعاش کنید بگید خدایا این دروغگو رو هر جای جهنمه برد و بنده وسط جهنم. چی بگم؟ خب گوش کنید با هم دوستان، قلم و کاغذم وردارید مثل پتیک، با دقت یادداشت کنید. این مال زمان شاهه، ببینید چی میگن، ببینید چگونه افتخار میکنن با تک حزبی. بعد اون دوست که اینی برای من فرستاده بود نوشته بود اینی که میگن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، اون موقع هم حزب فقط رستاخیز، رهبر فقط شاهنشاه، هیچ فرقی نمیکنه. بشنوید و ببینید. ایران در یک کنفرانس تاریخی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز بر بنیاد نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت، راهی تازه در برابر ملت گشودند. مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در کنگره ملی به تصویب ملت رسید. محمد رضا احزاب قبلی در ایران را منحل کرد و یک حزب واحد و فراگیر تشکیل داد. اعلام کردی از این پس همه باید به عضویت این حزب جدید در بیایند و اگر کسی مایل نبود میتواند به شوروی برود. احزابی که ما در گذشته داریم متاسفانه احزابی بودند که برای خدمت به خارجی و یا برای منظور خاص و معینی تشکیل شده بودند که علت از بین رفتنشون هم همون علت خاص بود که با منافع خارجی میومد و با منافع خارجی. اولا این آقا میگه احزابی که در گذشته داریم، وقتی در گذشته است باید بگی داشتیم. دوما اگه این احزاب هدفشون برای کشورهای دیگه بوده، یکی بگه شما اونجا مترسک بودی. شیرازی ها میگن اولولک سر لته، یعنی مترسک سر مزرعه. شما اونجا مترسک بودی؟ بعد چه احزابی؟ یکیش حزب ایران نوین بود، یکیش نمیدونم حزب فلان بود که دوتاشون هم مال خودتون بودن. آخه مرد ناحسابی، چرا اینقدر حرفای ناحسابی زدی؟ چرا اینقدر مثل تیشه به ریشه پوسیده خودت زدی که اینجور سرنگون بشی؟ حالا یه مشت ازگل عوضی هم هی دروغ تحویل مردم میدن. اگه یک حقیقتی رو هم اومدی گفتی که آقا امروز اگه دلت درد میکنه خوراکی که دیروز خوردی مسموم بوده، فوشت میدن. گوش کنید دوستان. رژیم میرفت و به هر صورت ریشه‌ای در بین ملت ایران نداشت. وقتی روزنامه‌نگاری غربی درباره این تک حزبی شدن کشور از او پرسیده بود، جواب داده بود آزادی افکار، دموکراسی، این واژه‌ها یعنی چی؟ هیچ کدام به درد من نمیخورن. چه حرفایی میزنن راجع به ممالک دیگر؟ افراد احزاب مختلف میزن سر همدیگه، سر همدیگر میبرن، سر همدیگر میشکنن، چاقو به هم میزنن، یا حتی میگوین که احزاب دیگر دو بعضی ممالک دیگر خارجی بهشون بخش میرسونن، پول میرسونن، تشویقشون میکنن، سیاست مدار رو میخرن، میفروشن. خلاصه اون چیزایی که هر روز در اخبار میخوانید و میبینید. خوشبختانه این حکم بازی ها در ایران نیست. ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیربنای مقدس بحثی نداریم.
به هیچ وجه هم سخن بر این نیست که روزنامه های خارجی راجع به ما چه میگویند، یک حزبی هستیم یا چند حزبی هستیم. به خاطر اینکه از مواهب اجتماعی مملکت ما و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنند، بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندند. رستاخیز ملی ایران که از اصول مقدس اسلام الهام گرفته است، ایران و ایرانی را... دوستان شنیدید یا براتون بذارم؟ رستاخیز ایران از اصول اسلام، گوش کنید دوباره، که از اصول مقدس اسلام الهام گرفته است، ایران و ایرانی را پادشاه اسلام پناه ما به وحدت و یگانگی. الان اگر شما بنویسی پادشاه اسلام پناه، این بچه سوسولوهایی که اومدن اروپا برای که اونجا پناهندگی بگیرن، گفتن بهشون تجاوز شده، خودشون هم جنسگرا هستن، همه اینها شروع میکنن فحشت میدن. یکی نیست بگه احمق، این خانمه که مال زمانه، ببین این هویدا بود نشسته بود اون بالا دبیر کل، اینم بادمجونای دور قاب نشستن، این میگه شاهنشاه اسلام پناه. گوش کن برادرم، الهام گرفته است، ایران و ایرانی را پادشاه اسلام پناه ما به وحدت و یگانگی، برادری و برابری زیر لوای یک پرچم، یک تشکیلات سیاسی سالم دعوت نموده. خداوند مأموریتی برای من قائل است که تا اون روزی که اون مأموریت تمام نشده است، هیچ چیز نمیتواند مانع کار بکند. در جزوه حزب آمده بود شاهنشاه فقط رهبر سیاسی ایران نیست، او در درجه نخست آموزگار و رهبر معنوی است که نه تنها جاده، پل، سد و قنات برای ملت خود میسازد، بلکه روح، اندیشه. دوستان با دقت گوش کنید، شاهنشاه فقط رهبر سیاسی نیست، به غیر از این که پل میسازه، گل میسازه، بل میسازه، دودول میسازه، این آقا ولی فقیه هم خودش رو میدونسته. وقتی میگه مأموریتی که خدا به من داده، اون کتاب مأموریت برای وطنم رو برید بخونید. من خوندم گفتم این یعنی چی مأموریتی برای وطنم، بعد فهمیدم این بیچاره فکر میکرده با خدا صحبت میکنه. میگن شما میتونی بگی خدا، من با خدا صحبت کردم، ولی ببخشید این فکر میکرده خدا باهاش صحبت میکنه. میگه اونجایی که میگی خدا با من صحبت کرد، شما دیوانه هستی، روان پریشی، احتیاج داری که ببرند یک کسی به کلینیک بگه آقا این به یک کس، به یک چیزی که میگه من نه هستم، نه وجود دارم، نه فلان، این میگه اون با من صحبت کرده، بذارینش زیر دستگاه ببینید چه مرگیشه. حالا گوش کنید دوباره. و قلب مردمش را نیز هدایت میکنند. در دنبالی برنامه های مربوط به بررسی و تحلیل کتاب سوی تمدن بزرگ نوشته شانشاه آریامهر، امروز ما گفتگوی داریم با آقای سید حسین نصر، سفیر شانشاه آریامهر، مدیر عامل انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران و استاد دانشگاه. اگه ما این نکته رو حتی کنار بگذاریم که مؤلف این کتاب رهبر مملکت ایران هستند و 37 ساله که بر قلب و بر روح و بر جسم ملت ایران به عنوان پادشاه مملکت حکومت می‌کنند. دوستان وقتی میگه 37 سال، یعنی اواخر حکومت شاه نزدیک به انقلاب، و این آقا دکتر سید حسین نصر هست که من 4 روز مصاحبه‌های ایشون رو ضبط می‌کردم توی دانشگاه جورج واشنگتن. ایشون اینجا کرسی داره،
یعنی اسکالر هست، دفتر داره. و این آقا میاد میگه که اون مسجد ارشاد، حسینیه ارشاد رو پولش رو ساواک میداده، میگه حتی ما مبل و وسائل اونجا رو بر از ساواک پول گرفتیم خریدیم، میگه حتی اون آقای شریعتی از ساواک حقوق میگرفته. دیدم امروز این دوست ما آقای میادرز پیام بعد از مدت ها برگشته و فکر کنم زیر همین یا یکی چیز دیگه نوشته بود، شما میگی شاه هم باید مثل رضا شاه آخوند، میگم آقا رضا شاه کجا آخوند داره ریخ نابود کرد؟ این چه حرفی انداختن تو دهنتون شما می تکرار میکنید؟ این آقا دکتر حسین نصر کسیه که اون نامه صدای انقلاب شما را شنیدم، من غلط کردم، ما دیگر کارهای غیر قانونی نمی کنیم رو ایشون نوشته داده دست شاه و شاه هم خوند. خب اگه شاه اینقدر وجود، ارزه، شهامت، شجاعت نداشت که حتی اگه خون ببینه اشتباهه بگه من اینو قبول ندارم، خب به درد نمیخوره که. بفهم کنم رابطه مخصوصی که بین ملت و ایشون هم به علت وجود خودشون هم به علت سنت عمیق شاهنشاهی در تاریخ ما وجود دارد، ما همه اینها رو بگذاریم کنار. نکته خیلی قابل توجه از لازم کتاب این است که ما با یک تحلیل بسیار ارزنده‌ای از وضع موجود جهان در این کتاب رو به روح هستیم. تغییرات محمد رضا در قوانین خانواده و دادگاه‌های خانوادگی که خارج از دایره شرع انجام می‌شد نشان می‌داد که حتی شاید به زودی به عنوان تنها اسلام‌شناس معتبر در ایران معرفی شود. دوستان شنیدید؟ به عنوان تنها اسلام شناس معتبر، کسی که به مردم میگفت فرزند کمتر آسایش بیشتر، اون وقت خودش 5 تا بچه داره که میدونیم، چند تا بچه داشته و داره که نمیدونیم، هنوز تا هنوز سرش دعواست، هنوز تا هنوز یقه رضا پهلوی رو میگیرن میگن بیا دی ان ای بده، ما میخوان دی ان ای خودمون رو با دی ان ای تو مقایسه کنیم و ثابت کنیم که اونا هم پدرشون شاه بوده. به عنوان اسلام شناس خاورمیانه حتما بعدش هم می‌خواسته بره دانشگاه الزهرا اونجا درس بده. اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما می‌کنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همون اصول است. پاییز 1352 او در گفتگو با اوریانا فلاچی روزنامه‌نگار ایتالیایی سخنانی گفت که نشان می‌داد افزایش درآمدهای نفتی تا چند اندازه در روحیه و اعتماد به نفس محمد رضا اثر گذاشته است. او گفت از سوی خدا پیامبران و امام علی به او الهامات و پیام‌هایی می‌شده است و اضافه کرد نیروی مرا همراهی می‌کند که دیگران قادر به مشاهده آن نیستند. نیروی عرفانی من پیام‌های دریافت می‌کنم، پیام‌های مذهبی. با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران، گرانی در داخل کشور منجر به افزایش نارضایتی شده بود. کسی که گران می‌فروشه به نوبه خودش شاید به مراتب بیش از اون که گران فروخته باید گران بخره. من میتونم بخرم ولی نه میخرم نه میخورم. خب شما تا کی میخوانی کار رو ادامه بدیم؟ والا تا وقتی که زورم برسه. من به بچه من پرتقال نمیدم، به شوهر مریضم هم نمیدم، خودم هم نمیخورم. اون وضع بازار اتومبیل در حال حاضر چطوره؟ الان به صورت سابق نیست، یعنی میتونم بگم خوب نیستش. علتش چی هست؟ علتش چند تا مسئله هستش که اینا باعث این به اصطلاح خراب بودن بازار میشه. یکی اینکه الان اتومبیلا از قیمت سابق خیلی تفاوت کرده، یعنی یک اتومبیلی که مثلا در سال 74 بوده 100 تومان الان شده دوبل اون قیمت، یعنی 200,000 تومان. شما خودتون جز کسایی بودین که میوه گرون شده و تحریم کردن؟ تحریم کردن؟ بله بله. الان بازم حاضرین شما؟ بازم حاضرم واقعا. بله عید حتی من برای من میوه نخریدم، فقط یکی روز من برای عید ندوزه پیدا کنم. اگه میشه مگه امکان داره مردم بوش نخورن؟
گوش که نخورم، پرتقال نارنگی یک کیلو 6 تومن بخورم چی بخورم آخه؟ ماهی بخورم یکی نمیاد. میگم میده آقا آقایون پرتقال نخورم، گوشت هم که نخورم، بعد آقا نون هم که نه، بعد هوا بخورم. من روزی 10 تومن دارم، روزی 10 تومن خونم به آرمک. دوستان یکم صبر کنید، این دوستانی که نوشتن، آقای امیر نعمت‌الله قشنگ نوشته، میگه مقایسه کنید شعارهایی رو که اون موقع میدادن با شعارهایی رو که امروز برای خامنه‌ای میدن، برای خمینی میدادن، اینها تقریبا مثل همه. بعد میگه دوتاش مثل هم، اسمش فقط فرق میکنه. اینجا نگاه کنید، امروز اگه شما هم میبینید یا آخوندی میاد میگه مرغ نخورید، اون آخوند دیگه میاد میگه نمیدونم فلان نخورید، بعد مردم ویدیو میسازن مسخره میکنن، اون موقع خود گزارشگر رادیو تلویزیون رفته تو خیابون با اینا صحبت میکنه. آقای میگه خب بهمون میگین مرغ که نخور، تخم مرغ که نخور، گلابی که نخور، پرتقال که نخور، پس هوا بخوریم. ببینید دنباله این فیلم جالب رو. چه از نارمک گیم تنجا روزی 3 تا کرماشی میدم، درسته؟ روزی چقدر گوش بگیرم؟ یه تا گوش بگیرم بخورم با 4 نفر 5 نفر. ما واقعا نان و گوشته این طبقه محروم رو تأمین بکنیم. همین که داشتن نخور دویانه بالاخره دیزی داشتن که با این دیزی ارتضاع میکردن این تمام مواد مورد احتیاجشون توش بود که الان از اون دیزی محروم شدن. بنابراین اگر ما تمام توجه صرف بکنیم که حداقل زندگی رفاه نسبی برای اون طبقه اکثریت باشه و این طبقه اقلیت رو بار دوش اینا بذاریم، خیلی کارها میشه انجام داد. بار مالیات از دوش اینا باید کم کرد، عرض کنم بعضی از نواز از دوش اینا برداشت، یه مقدار اینها رو ما میتونیم تعدیل کنیم. همون ادارت اجتماعی که دنبالش میریم همینه. زمنان هم باید بهتون بگم کارا که در ایران میشه شاید در دنیا بی سابقه هست و خیلی ها به ما مراجعه میکنن که ببینن ما در اینجا چیکار میکنیم. البته ما با کمال میل و همه اطلاع میدیم که چیکار میکنیم. این دیگه از همش عالی تر بود. میگه کارهایی که ما میکنیم کشورهای دیگه اصلا موندن توش که ما چرا این کارا رو میکنیم و ما هم با کمال میل بهشون یاد میدیم. ترامپ دیدید میگه من همه چی رو بهتر از همه میدونم. انگلستان تظاهرات میکنن میگه اینا ترامپ رو میخوان. فرانسه تظاهرات میکنن میگه اینا یکی مثل منو میخوان. اینا همشون فکر میکنن بهتر از همه همه چیز رو میدونن. مشکل اصلی ما هم همینه. خامنه ای هم امروز فکر میکنه بهتر و بیشتر از همه میدونه. آقای اکبری قشنگ نوشته، نوشته آقا چرا اذیت میکنی؟ اشکال نه شاه هست نه آخوند، اشکال ملته. من هم اگه امروز به یک کاری برسم این ملت من رو میبرن به یک درجه بالا که دیگه خودم هم خودم کنترل نمیتونم بکنم. خب حالا چه باید کرد با این ملت؟ نه. و اما حکومت ایران متزلزل تر از همیشه است. گذاشتم روی فیسبوک سوربی، اینم براتون بخونم. گاهی وقتی قبل از برنامه بیاین تو فیسبوک من یه چیزایی رو همینجوری می‌نویسم زیر به اصطلاح برنامه‌های دیگه. آقای افراخته از آلمان میگه بیچاره میبودی و شهرام شالاتان و پرهام و رضا تقی‌زاده که دوباره کاشف خدمات پهلوی شده. اونم اکبری که میگه با سلام، نه شاه مقصر است و نه ملا، مقصر اصلی ما هستیم. خانم زری طنازی هم میگه که پس جوانهان را هم که بدون اینکه به حرفایشان گوش کنن اعدام میکردن فرمان خدا بوده. ببینید اینم یه نکته دیگه که باید دقت کنید. ولی براتون بخونم که حکومت ایران متزلزلتر از همیشه است. اینو نیویورک پست نوشته و ببینیم که اینها تا حالا چند بار گفتن الان ضعیفترینه، الان بدترین موقعیته، ولی نه آقای رضا پهلوی، نه رجوی مرحوم، نه رهبری دیگر پیدا نمیشه بره از این به اصطلاح شرایطی که در شرایط بسیار متزلزل حکومت ایران داره به سر میبره اینا استفاده کنن و حکومت رو کله پا کنن. حکومت ایران متزلزل تر از همیشه است. روزنامه نیویورک پست در سرمقاله می نویسد امروز حاکمیت ملاهای ایران در کشور بیش از هر زمانی در گذشته متزلزل و سست شده است.
به گفته نیویورک پست سال گذشته در چنین روزهایی صدها هزار ایرانی در شهرهای سراسر کشور با آمدن به خیابان و فریادهای مرگ بر دیکتاتور خواهان پایان رژیم استبدادی حاکم بر ایران شدند. ببینید دوستان، سال گذشته در صورتی که دو سال پیش ترامپ شارلاتان قول داد که من فوری میرم این آخونده ها رو میریزم بیرون، اوباما به مردم گوش نداد، به مردم ایران چنین و چنان، اونهایی که واقعا اینقدر نگیمشون احمق بگیم نعیو ساده دل هستن که حرفای اوباما، ترامپ، بوش اینها رو قبول میکنن، خب همین میشه. آقای به نام نیک حالا فامیلیش یادم رفته، اتفاقا براش نوشتم آقا شما خودت برنامه خودت نگاه کن و ببین که اصلا به نظر میرسی که نمیخواستی برنامه اجرا کنی آمدی و بعد یه موضوعی تو راه که میمدی مثلا با ماشین تو فکرت رسیده که من امروز راجع به 1% و 99% صحبت کنم. 10 بار گفتی ولی ما نفهمیدیم، حالا برامون ترجمه کن به فارسی مردمی که ما بفهمیم. در هر صورت نیک جعفرزاده فکر کنم اسمش باشه. بله، میگه که نیویورک پست میافزاید این اعتراضات تا امروز همچنان ادامه داشته اما رسانه‌های خارجی کمتر به آنها توجه کردند. امروز کارگران در بسیاری از کارخانجات و مراکز تولیدی و صنایع مهم در اعتصاب هستند و به صف معلمان و راننده های کامیون پیوستند. کشاورزان در اصفهان با دادن شعارهای ضد حکومتی در مراسم نماز جمعه بخش بزرگی و مهمی از اقشار مردم کشور را نمایندگی می‌کنند که از سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و فساد حاکم شکایت می‌کنند. حتی محمود احمدی نژاد هم امروز صحبت از بروز یک انقلاب اجتماعی همگیر در کشور خبر می‌دهد. همینجا رو داشته باشید دوستان، من همون موقع که اینو می‌خوندم گفتم بله، آقای اکبری میگه نیک جعفرزاده، همون موقع که اینو می‌خوندم گفتم این چه فکر خوبیه که مثلا مجاهدین که میگن همه ایران طرفدار ما هستن بگن طرفداراشون توی نماز جمعه سر ساعت مثلا 12:30 شروع کنن رجوی ایران، ایران رجوی، اون وقت ببینیم چند نفرن. یا رضا پهلوی که طرفداراش میگه 99% مردم اینا رو، رضا پهلوی رو میخوان، دیگه از این بهتر کجا در مراسم روز جمعه نماز جمعه جمع بشین؟ هی نمیخواد بیان 13 به در نمیدونم بلوولا چی چیه توی کالیفرنیا یا اینجا بلک هیل یا توی گریت فالز یا توی نمیدونم بول ران، هی بگین ما اینجا رفتیم انقلاب کردیم. روز جمعه در تهران، در سالن‌های، در نقاط دیگه ایران، شیراز، مشهد، اصفهان، برین توی نماز جمعه ها از اونجا شروع کنین. اینم رهبر فقط سربی، مرگ میخوای برو عراق. خب میگه با این حال علی خامنه ای به عنوان رهبر بلا منازع رژیم با استفاده از دستگاه های امنیتی و سپاه پاسداران و بسیج همچنان به سرکوب این اعتراضات ادامه میدهد. نیویورک پست آنگاه می‌افزاید اکنون وقت آن رسیده است که واشنگتن و دولت ترامپ نقش مهم خود را برای تغییرات بنیادین در آله ببینید. اینو بعد برید خودتون بخونید دوستان، نگاه کنید. همین دیروز اعلام کرد که اینجا یونیون سندیکا میگفتیم تو ایران، نه اونم کلمه خلکان خارجی باشه، یونیونی که این مامورین فرودگاه و به اصطلاح هوملند سکیوریتی، اینایی که از بعد از اون به اصطلاح 2001 سپتامبر 11 2001 شروع شده، 400,000 تا الان دارن کار میکنن و بایدم کار کنن بدون حقوق. اون یونیون و سندیکا اومده میگه این کار غیر قانونیه، شما نمیتونی اینا رو بگی بیا کار کن حقوق نگیر، موقعی که خداشون همه حقوقشون رو میگیرن. حالا جالبتر اینه که هفته پیش تو آمریکا باورتون میشه آمدن به اینا میگن شما برو به صابخونت بگو که من اجاره ندارم ولی میام ماشین تو رنگ میکنم، خونت رو تمیز میکنم. طرف گفت آقا این همه آدم هندیمن رو، بعدم کسی که نشسته تو کامپیوتر داره کار میکنه، حالا فردا بره یه لباسکار پیدا کنه بره رنگ آمیزی کنه؟
داره به بنبست میخوره. حالا تازه نیویورک تایمز ورداشته نوشته که ترامپ باید بره به اونا کمک کنه. این شکایت جدید علیه ترامپ ادمنستریشنه. ادمنستریشن یعنی دستگاه حکومتی ترامپ. این شکایت جدیدیشه. روزی که برای پریروز که با صحبت میکردیم و آقای لطیف زمانی قرار شد بیاد با ما صحبت کنه درباره ترامپ، بهش گفتم آقا 17 تا پرونده باز توی دادگاه های مختلف از دادگاه های ایالتی گرفته تا دادگاه به اصطلاح مرکزی و فدرال دنبال ترامپ هستن. اون وقت شما میگی ترامپ آدم خوبیه؟ امروز دو تا فیلم دیدم، یکی 25 تا اشکالای ترامپ رو میگفت، یکی هم 9 تا. جالبه یه خانمی اومده ویدیو پر کرده میگه مثلا این ترامپ خیلی اینجا میگن جرموفوبیک، یعنی دیدید وسواسی ها دست به یه چیزی نمیزنن، ولی نگاه میکنیم اینی خیلی هم از همه بدترن. مثلا همین ترامپ خیلی تمیز و کثیفی و فلان میکنه، بعد مثلا اینی کنتاکی فراید چیکن میخوره، خوراکای چی میخوره، بعد اون خانمه به اون یکی دیگه فوش داده، تو میگی ترامپ اینجوری ولی از اون ور خودت نوشتی. بابا حقیقتو میگه، این هم از این ور فکر میکنه باید خیلی حساس باشه، روز چند بار دستش بشوره، از اون ور میشینه تو این مقوای باکت سطل کنتاکی فراید چیکن چی میخوره، از این ور میره با زنی که با صدها نفر فیلم لختی و سکسی، فیلمای بعد اینجا بهش میگن هاردکور پر درست میکنه، که قانون حتی اونجایی که به اصطلاح پراستیتوشن یا به اصطلاح تنفروشی قانونیه میگه اینا باید از کاندوم استفاده کنن، این مردک نادان رفته بدون کاندوم بدون کاپوت با اون خانم همبستر شده. اون وقت این خانمه با اون یکی فحش میده تو چرا داری دروغ میگی راجع به ترامپ. جان بولتون در گردهمایی مجاهدین گفت سال 2019 این گردهمایی در آزادی برگزار میشود. آقای حخا هم گفت من سال دیگه 32 مهر میام میدون شهریار. حخا رفت، جان بولتون هم میره. تازه برن، گیرم که اینا برن. این مشکلات عظیم کی میخواد حلش کنه؟ طرف مال هفت‌تپه، الان میارم براتون نشون میدم ویدیوشو. مرده که آمده نشسته به کارگرایی که تظاهرات میکنن میگه که ما یه سری الان داریم حقوق میدیم، یه سری دیگه هم به زودی حقوق میدیم، شما برگردین سر کارتون، گول اینها رو نخورید، اینها افراد مزدور خارجی هستن. فکر میکنید چه کار کرده؟ همون پولی رو که قرار بوده بده به کارگرها ورداشته در رفته. باورتون نمیشه نه؟ حالا دارن دنبالش میگردن، احتمالا فردا از کانادا سر در میاره، همین کانادایی که من و شما هی به این اون پوز میدیم آقا ما یه کشوری میخوایم مثل کانادا. خب این که شده لانه دزدها، هر کی از اونجا از مردم میدازه اینا بهش جا میدن. من گفتم والا یه نیروی درست بشه، من که اهلش نیستم، یه نیروی درست بشه ضربتی بره دنبال اینایی که اینجوری پول میدازن، تق و تق بزنن ترورشون کنن. ترور بده ولی خب دیگه چاره چیه؟ درستان نمیدونم. خانم کبرا رشدی میگه که مجاهدین بیش از 30 سال است که هر سال قبل از سال میلادی جدید سرنگونی را تمدید میکنن و دوباره چهارشنبه سوری سرنگونی را تمدید میکنن. خودشون هم 4 تا عکس خنددار گذاشتن اینجا که از خنده اشکشون در اومده. و اما آقای نگهبان هم اگه یکم کوتاه‌تر بنویسی ممنونت میشم. آقای رحیم نگهبان، درود جناب صوفی گرامی، دکتر سید حسن نصر نوه شیخ فضل الله نوری است. رسانه های زمان شاه در ید رضا قطبی، مسعود بهنود، لویر قطبی همه لانه در کاخ فرای دیبا داشتند. شاه کف خیابان نباخت، از درون خانه خیش باخت. آفرین به شما. ما هم اینو به این احمقا میگیم. یه خانمی هست فرهناز بیدخت، کیه که این کامران قاطری رفت اونجا گاییدش و بعدم اومد گفت رفت اینا جندخونه اونجا باز کردن و اینها. این احمق، خب یه جایی من براش نوشتم خانم این آخوندا آدمای بسیار فاسدی هستن، ولی اینها فرزندان خلف شاه و فره هستن، اینا در آستین شاه بزرگ شدن. برید دفتر فره رو نگاه کنید، عکساشو ببینید. همینایی که امروز
مسئولاً اون موقع هم اونجا داشتن حقوق میگرفتن. ولی مگه اینا میرن؟ اینا میشینه اون آقای زرابی به این میگه به به، این به آقای زرابی بگه به به، اون احمقی که حالا بیارم بهشونتون میدم بیاد به من فوش بده، اینجوری نمیرن دوتا کتاب بخونن، نمیرن دوتا ویدیو نگاه کنن، نمیرن دوتا برنامه مخالف رو گوش کنن. بعد میگه که کیانوری هم نوه شیخ فضل الله معدوم بود، متاسفانه همین سید حسین نصر رئیس دانشگاه آریامه دانشگاه شریف خود شریف در شرکت جنرال الکترونیک بمب در دانشگاه شریف خود شریف در شرکت جنرال الکترونیک بمب منفجر کرده، بیچاره سرایدار این شرکت را کشت، سرانجام توسط حسین کلاسیا و دو دوست شریف ترور شد، بدن ایشان را در بنزین و کلرات و شکر سوزاندن، حال برای ما تقدس پیدا کرده. بله اینجا نمازش دیر نمیشه، یعنی همون تو دانشگاه سر موقع نماز همه کار زندگی رو ول میکنه میره برای نماز خوندن. خب شما اینو داشته باش تا من این ویدیو رو اگه بتونم براتون پیدا کنم که میگه کسی که به اصطلاح پول برای هفت‌تپه کارگران هفت‌تپه میگه پولا رو برداشت و رفت. بله این 25 راز سیاه زندگی رو اینجا گذاشتم روی فیسبوک، یکم باید بریم پایین تر با فارسی نوشته. و ماجرای سوریه یادتونه، یه سری گفتن آقا این کار احمقانه‌ای بوده، یه سری از این شاولایا گفتن نه آقا این ترامپ شما نگاش نکن اینجوریه، این اونجوریه، این گفته ما میخوام از سوریه بریم بیرون، به آخوندها کلک زده، نیروها رو آورده کرکوک، میخواد از اونجا حمله کنه. معلوم شد یه سری نیرو رو جابجا کردن که این مردک چاق بی ارزه که میخواد بره اونجا امن باشه. و بعد این لینزگرام و اینا رفتن گفتن آقا به این سادگی نیست که تا اگه بیای اینجا این کردا رو چیز تکه تکه میکنه، این اردوغان کردا با ما همکاری کردن و یک موزل بزرگ، یک دیدید مثلا یه گره یه جای خورده شما میتونی وازش کنی، همین لوله آب، شلنگ آب یا سیم برق، اینجا بهش میگن اکستنشن کورد، سیم رابط میگفتید. دیدید بعضی وقتا چند تا گره که میخوره اصلا شما میگه آقا ولش کن، این دیگه باز شدنی نیست، میرم $10 میدم یه چی میخرم. میدلیست شده این. اون وقت دوستان ما میشینن در تلویزیونای لس آنجلس، همه هم مفسر، همه هم باز میکنن برد جمع میکنن، عین اینایی بودن میمدن یه قطی میذاش میگه الان من از تو این یه مار چهار سر میارم بیرون. خوب که پولا رو میگرفت بعد به مردم میگه آخه شما احمقی، مار چهار سر کجا بود؟ یا یه آفتابه میذاش میگه اگه چهار تا جوان مرد پول بدن من میرم تو این آفتابه، یه دفعه من احمقم پول دادم بهش. بعد وایسادم، اولا یه دوستی داشتن پلیس میمد از اونجا میگه جمع کن برو، مارم دنبال ما میدویدن انگار ما خلاف کرده بودیم. بعد اگرم اون پلیس نمیمد سر موقع، این میگه آخه مرد حسابی من یه حرفی زدم، شما واقعا انتظار داری من با یه هیکل برم تو این آفتابه؟ بعد شما از خودت خجالت زده میشدی، میگفتی راست میگه دیگه، پولر داده بودی حالا تازه طلبکارت هم شده بود. اینم همین. خب بله شنیدم مجاهدین اون ماجرای سین سرنگونی میدونید هفت سین دارن، دیدن سیر بو میده، البته متوجه نشدن که خودشون دیگه خیلی بومیدن، یه سین گذاشتن به نام سین سرنگونی. و همینجوری که این دوستمون میگه، میگه هر سال میگن سال دیگه، که اینم روش کی هست؟ ملا نصرالدین. ملا نصرالدین گفتن کی میای سر کار یا کی میای مدرسه؟ گفت فردا. فردا دیدنش گفتن نیومدی؟ گفت من که گفتم فردا. باز پس فردا دیدنش گفتن آقا نه چی شد؟ گفت مگه شما بلد نیستین؟ فردا میام. اینم همینه، مجاهدین فردا میرن ایران، هخاستی دوم مهر میره، رضا پهلوی نشسته تا مردم برن ببینن مردشوری چیزی که هم دارن به این زنگ بزنن. میدونید که من با ویزای مردشوری آمدم آمریکا، براتون گفتم؟ اگه نگفتم سه نفر اینجا بنویسن نه، من براتون تعریف میکنم. اگه ننویسید حتما همتون میدونید این ویزای مردشوری برای سوربی سال 1986، حتما باورتون نمیشه، دوره ریگان بود. ویزای مردشوری
شاید اون موقع 84 دوره ریگان بود، وقتی اومدم دوره پدرش بود، نه پدر بوش بود. بله، اگر داستان ویزای مرد شروع رو نمیدونید بگید تا براتون می‌نویسم. دو نفر بنویسن نه، من براتون میگم. اوکی، خب بریم سراغ این چیزایی که گذاشتیم اینجا. میگه که آها امروز برای من یه چیزی، آها آقای خلوتی همشهریم عجب کلکیه، این دو بار نوشته. ببین میگن شیرازی ها زبلن. آقای خلوتی یه شعرهای مزخرفی را افتاده، مثلا دوتا آقا میان یکش نقشه خانمی بازی میکنه، اگه بشه بشه، اگه ما که میریم شیشه بشه، اگه آقای سیاست پیشه. برای که اولا میخوان حالا یعنی با لهجه شیرازی صحبت کنن که خیلی جاها اشتباه میکنن، اصلا همچین چیزی نیست. شما دوستان امکان نداره یه شیرازی پیدا کنید که بگی من دارم میرم فلکه گازو، امکان نداره. ممکنه بگه کپسول گازو رو بیار اینجا، ولی امکان نداره بگه من دارم میرم فلکه گازو. این مشنگ فرخزاد، میخوام بگم فخرآور، فرخزاد را انداخت، از اون مشنگترها دست گرفتن. و البته خیلی خوشحالم الان هر کانالی رو میزنید شما میبینید شیرازیات میشن، بالاخره بلکه ما بیام یه فارسی یاد شما بدیم چیکار کنیم. این آقای خلوتی میگه بگو حضرت عباسی. چشم، میگم اینم درست شد. نمیدونم نه من هم نمیدونم، هوشنگ هم نمیدونه. هوشنگ جان، من سال 86 آمدم آمریکا و روز سوم شروع کردم کار کردن و اینها، و میرفتیم صبح سر کار، حالا تو ساعت 5 باید بیدار بشی تا مثلا 7-8 سر کار باشی، اینها عصرا خسته و کوفته میرفتیم انگلیسی درس بخونیم، English as second language. اون وقت من چون آلمانی میدونستم، حالا دیگه انگلیسی برام سخت‌تر شده بود چون قاطی میکردم. این انگلیش از سکند لنگویج یا کلاس بزرگ سالان یا اکابر برای انگلیسی ها، مثلا توی مدرسه یه خانم خیری میاد، اتفاقا یه خانمی هم بود افغانی بود یا خیبر بود اسمش، یا خانم خیبر فکر کنم، خیلی هم کمک میکرد به اینا. خلاصه سه تا شد کاکو بگو. چشم، ما اونجا میرفتیم کلاس، نمیدیادم نیست، 3 ساعت بود، 3 ساعت کلاس درس، میدونی 3 تا 48 دقیقه، 3 تا 45 دقیقه، 3 تا 10 دقیقه، 15 دقیقه رو بریک میدن که بیان بیرون. بریکی هم که میدن یا استراحتی که میدن، زنگ تفریحی که میدن، وقتی زنگ میزنن همه با هم میان بیرون، ولی زنگ میزنن هیچ که با هم بر نمیگرده، یکی یکی مثل قافله شکست خورده بر میگردن و اینها. و ما یه جمعی بودیم، خب اینجوری میشه، اونی که از گواتمالا اومده 4 تا گواتمالی پیدا میکنه، حالا که یه ساعت نشسته انگلیسی گوش داده میخواد دوباره به زبان خودش حرف بزنه. ما که ایرانی بودیم 4-5 نفر ایرانی رو پیدا کردیم، دقیقا میتونم بگم ما 5 نفر ایرانی بودیم اونجا. و تا زنگ میزدن این 5 تا جمع میشدیم، یکی دو نفرش و اینا، یه خانمی بود سیگار میکشید، یه دوستی قبلا سیگار میکشید حالا دیگه ترک کرده، و خلاصه بالاخره حرف پیش میاد. و صحبت از این شد که چگونه آمدیم آمریکا. اینجا معمولا کسی از کسی نمیپرسه، ولی خب حالا بپرسم. من از روزی که اومدم با افتخار گفتم من پناهجو بودم، پناهنده شدم اومدم اینجا، ولی این حالا شما نشنیده بگی. شروع شد، اون اولی یه دوستی بود به نام حسین، گفت که من توی آلمان بودم، برادرم ماشین می‌خریدم و می‌فروختم و اینها. بعد دیگه برادرم گفت خب آقا شما بلند شو بیا اینجا دیگه، ما از طریق کار داداشمون آمدیم اینجا. که من می‌خواستم بگم خب این چه نوع ویزاییه؟ ویزای خرید فروش ماشین به شما ویزا اقامت دادن، بعدم اگه شما می‌خری اونجا داداشت اینجا می‌فروشه، داداشت باید خیلی احمق باشه که به شما بگه بلند شو بیا اینجا بیزینس دوتاتون رو تعطیل کنه. بعد لعب نداره، گوش میدی گوش ده. دومی گفت که من پول فرستادم، داداشم اینجا بساز بفروش داره و این خونه میخره، میزنه پایین و میرزه با این و اینها، اینجا بهش میگن ریمادلینگ، ولی دوستان به شوخی میگن ریدمالی، از بس هر کس و ناکسی میره هوم دیپو دوتا آچار میخره و یه دیوار میخره میزنه و فکر میکنه بهترین کاری کرده. این کلمه ریمادلینگ انگلیسی، ریمادلینگ یعنی مدلش عوض میکنن، مثلا تو ایران هم شنیدم رزم شده آشپزخونه ها رو باز میکنن اینجوری اینا. و این ایرانی های عزیز شروع کردن ریدمالی،
و به هر کی هم میگی میگی من تو کار ریمادلینگ هستم. گفتیم آقا برای ریمادلینگ هم ویزا میدن؟ گفت بله. حالا این خودش به من گفته بود که تو آلمان بوده، خانمش ویزا بهش دادن ولی به این ویزا ندادن، مجبور شده وایس اونجا پناهندگی پر کنه، اینم یه سال خورده اونجا منتظر بوده تا بیاد. ما گفتیم عجیب، بیرون طرف پناهنده است، اینجا که میاد این پول فرستاده، داداشش براش ویزا گرفته. خب این شد چند تا؟ این شد دوت. اون خانمه گفت که شوهر خواهرش اینجا 7-11 داره، از طریق 7-11 برای ایشون ویزای کار گرفتن. این امکان داره، ولی اگه کسی اون کار کرده بود، این ویزا گرفته بود و آمده بود و اینها، من فکر نمی کنم می اومد این مدرسه اکابر می رفت. خلاص ما وایستادیم گفتیم چی بگیم به اینها. خب این طعم طنز تلخ همیشه من داشتم، از بچگی یا جوانی داشتم، متاسفانه بابتش کتک خوردم، تو سری خوردم، پولم رو دزدیدن. به من گفتن سوربی تو چجوری آمدی؟ گفتم والا میدونید که از زمانی که ایرانی و افغانی و اینها تو آمریکا اضافه شده، دولت آمریکا با یه موزل بزرگی روبرو شده به نام دفن مرده های مسلمونا، و مرده های مسلمونا رو مسلمونه میگه ما باید لخت توی کفن باشیم بریم تو خاک، اینا میگن نخه کت شلوارت هم باید بپوشی بخوابی توی چی بهش میگن، تو صندوقا، اینجا بهش میگن کافن، نمیدونم به ایرانی ما نداشت، تابوت، یه تابوت های خوشگلی درست میکنن اینها. و این اون موقع میگم ما وقتی اقدام کردیم تو آلمان ریگان بود، گفتم این آقای ریگان چون خیلی رئیس جمهور خوبیه، فکر کرد که خب ما این مشکل رو با آوردن یک مردشور حل میکنیم دیگه، اون وقتی میاد میدونه اینا چی میخوان و اینها، و آگهی زده بودن. منم تو آلمان این آگهی رو دیدم، استخدام مردشور، اقدام کردم و آمدم. آقا خانم چشمتون روز بعد نبینه، این سه چهارتایی که دروغ گفته بودن چنان از من ناراحت شدن که انگار اونها حقیقت گفتن من دروغ گفتم. آقای سوربی یعنی شما ما رو مسخره میکنی؟ گفتم مگه شما دروغ شما میگی ما دروغ گفتیم؟ گفتم شما دروغ گفتی؟ من که دروغ نگفتم، دنبال مردشور میگشتن، تقاضا داده بودن help wanted مردشور، مردشور اینجا بهش میگن undertaker، یعنی شما رو میگیری میکنه زیر زمین undertaker. خلاصه آقا اینا تا چند روز بقشون تو هم بود. اینه جامعه ما، اگه شما اومدی حقیقت رو گفتی، یکی نبود به اینا بگه خب آخه پف یوزا، مگه شما فرار نکردید از ایران؟ پس چرا اینجا با افتخار نمیگید این پدر سوختا باعث شدن من فرار کنم؟ گل و طلا و خنده و داره میره بالا. خیلی ممنون. آقا نمیشه حقیقت رو گفت توی جامعه ما، حتی تو آمریکا شما اگه حقیقت رو بگی تو شیراز میگفتن میشی بدون عالم. شما تهرونی هم همچین چیزی میگین؟ بده میشین، اینا میگن بده میشین، ما میگیم میشی بدون عالم، یعنی بدترین کسی که هست توی دنیا. چرا؟ به قول آقای بیژن یگانه، چون شما حقیقت رو گفتی. امروز دکتر بیژن یگانه دیدم برای من یه نوشته نوشته که آقای سوربی، ای ما 3:04 شد، این دوستونم یادمون رفت پخش کنیم، الان پخش کنم، که شما نباید طرف بگیری. بهش میگم آقا من هزاران بار گفتم من نه ژورنالیستم نه از یه جایی حقوق میگیرم که بیام یک اخباری رو بخونم برم، من مثل شما هستم. چجوری آقای دکتر بیژن یگانه به خودت حق میدی درباره دین، اسلام، بهائیت، دنیا صحبت کنی ولی به من میگی صحبت نکن؟ برنامه های دکتر بیژن یگانه هم روی مدتی روی یوتیوب و اینها بود، نگاه کنید. بعد خود ایشون به خاطر مشکلاتی که با اون بیت المال و بیت المال میگن بیت العدل
بله بیت العدل بیت المال رو سر کشیده بود، ایشون آمده بود رسواشون کرده بود، بعد رفته بودن گفته بودن آقا آبروریزی نکن آبرون فلان اینا، ایشون گفت ویدئو رو انیم. دکتر بیژن یگانه رو نگاه کنید ببینید قیافش هم مثل چی بود، عمر شریف، اون هنرپیشه عمر شریف بود، اصلش مصری بود، کجایی بود. در اصل دوستان عزیز بریم سراغ این دوستمون از خلیج زیبای فارس و این صدا رو با هم بشنویم. یک دو سه کجایی؟ اینجاست عقل بشر، بله MP4، برنامه شماره 83. با سلام و تقدیم تبریک به عالی‌ترین آرزوها برای سال نو، آرزومندم همه اوقاتتان بهترین و خوشترین و موفقترین باشد. در حق گفتار پیش درباره باتلاق‌ها، شما که با ما بودید به جغرافیا و تاریخ و اوضاع و احوال مردم و محیطش آشنا شدید. در این گفتار شما را به گردش در آنجا می‌بریم. امیدوارم با دیدن عکس‌هایی که آقای سرمی نمایش می‌دهند گفتارهای پیشین را به یاد آورید. سفر و سیاحت به جایی که درباره‌اش مطلع و از اوضاعش می‌دانید لذتی دیگر دارد. با عمق بیشتر به مسائل نگاه و درکتان بسیار عالی‌تر خواهد بود. از یک اسکله ساده ساخته شده در کنار باتلاق هویزه که هیچ امنیت ندارد و ممکن است هر لحظه در آب فرو رود، در یک قایق موتوری سوار شده و به تماشای همه باتلاق‌ها می‌روید. بدون ویزا از مرز رسمی می‌گذریم و با وابستگی به دنیای انسانیت و به هدف دانستن و کنجکاوی به کشور همسایه وارد می‌شویم. آب و جزیره‌های کوچک منظره‌ای منحصر به فرد ساختند. جزیره‌های کوچکی در برابر من هستند که در آن یک کوخ بنا شده و از هر سو محاصره آب است. همه را دیده ایم، این مناظر و موضوعش را شناخته ایم. آمیختن انسان و حیوان به خصوص گامیش به هدف زنده ماندن را می‌بینیم. گروهی مشغول پختن نان هستند. در آن محیط خالی از دود و آلودگی شهر، بوی نان به مشام من میرسد. اشتها آور است. اگر از مردم آنجا نان بخواهیم، فوراً به ما میدهند. هرچه اصرار کنیم، هرگز پولی دریافت نخواهند کرد. ادامه همبستگی و زیستن در نیازمندی و همسایگی در بیشعوری آنان عامل همکاری و بذل و بخشش کاشته که عطا و مددکاری در حد توان یک معیار نیکو و افتخار شخصی و خانوادگی است. با زندگی در محیط محدود و بسته، نیازمندی های باتلاقیان محدود می باشد. دادن نان به یک آبگذر برایشان افتخاری است که در معیار احترام به میهمان در بیشعوریشان کاشته شده. همه قایق میرانند و از کنارمان میگذرند. اغلب قایق‌ها یک سواری دارد. این تنها وسیله انتقالشان است. سازندگانش را میبینیم که از مردم بومی هستند. از کودکی قایقرانی و شنا آموختند. میبینیم که مردان و زنان باتلاق‌ها در قایق باریک ایستاده‌اند. ایستادن در قایق باریک و شناور بر آب به مهارت نیاز دارد. ما در قایقمان نشسته‌ایم. شما لطفاً ایستادن آنان را نتقلید. ایستادن در قایق باریک به آموزش و تجربه بسیار نیاز دارد. تجربه ایستادن شما ممکن است تعادل قایقمان را برهم زند و چپه شود. آنگاه به جای ادامه گردش مجبور به کمک خواهی و بازگشت شویم. در آنجا قایق گرد شکلی می سازند که احیاناً برای انتقال محصول از آن استفاده می کنند. نام این قایق قفه است.
به علت شکلش شناوری قفه در آب کن می باشد و به سرعت قایق معمولی نکتیز نمی رسد. هنگام گذشتن از کنار کوخ ها همه چیز صاحبانش را می بینیم. همه اش حکایت می کند از یک زندگی ساده. تپاله های گامیش در کنار کوخ تپه‌وار نشان از دورنگری و انبار کردن سوخت پختن است. ضمناً تعداد گامیش های صاحب کوخ را نشان می دهد. کمبود سوخت نگرانی دارد و پختن خوراک را دشوار می سازد. محصول نی در همه جا دیده می شود. زن و مرد آن را جمع می کنند یا به همان شکل به جای ساختمان کوخ می برند یا از آن حصیر ساخته و با قایق به خریدار می رسانند. در باتلاق‌ها و اطرافش حصیر مشتری دارد. در خانه‌های ساخته شده از گل در دهات اطراف برای پوشاندن سقف از حصیر نی ساخته شده استفاده می‌کنند. در کنار یکی از کوخ‌ها لنگر می‌اندازیم و پا بر خشکی نهاده و راه می‌رویم. درون کوخی نگاه کرده و کودکان را در حال آشپزی می‌بینیم. همه نیازمندی‌های زندگی و عوامل زنده بودن در باتلاق‌ها را از کودکی همشان فرا می‌گیرند. در خشک زمین مدرسه ایست که در فضای آزادش آموزگار کروات زده و کت و شلوار پوشیده به کودکان باتلاق‌ها درس می‌دهد. شاید آقا معلم با نمایش لباس غربی شکل خود می‌خواهد دانش آموزان را تشویق به رفتن به جای دیگر کند. مسائلی که بدون نقشه کامل و آینده نگری در همه کارهایمان دیده می‌شود. از فعالیت سپاه دانش در زمان شاهنشاهی و اوضاع و آموزش پس از آن در باتلاق هویزه متأسفانه اطلاعی نیافتم تا برایتان بازگو کنم. در باتلاق‌های عراق پس از انقلاب سال 1985 آموزش دولتی به مناطق باتلاق‌ها رسید. این تحصیلات به دوران ابتدایی و فقط خواندن و نوشتن محدود است. برای تحصیلات بعدی هرگز برنامه‌ای طرح و اجرا نشد. کلاس‌های پوشیده‌ای هم در باتلاق‌های عراق هست که از مصالح محلی یعنی همان نی ساخته شده‌اند. کودکان تشویق به مدرسه رفتن می شوند. تحصیل یک مسئله اجباری نیست. از نظر مقام های فرهنگی خواندن و نوشتن و بنابر عبارت محلی باز کردن خط بسیار کافی است. اگر آنها در محیط خود فقط قرآن بخوانند مهم و سربلند خواهند بود. علاقه به تحصیل به خانم ها هم رسیده. آنان توسط کودکانشان خواندن و نوشتن را می آموزند. برای دختران مدرسه‌ای ساخته نشده. مظلوم باید همه عمر مظلوم بماند. کسی به مظلوم رحم نمی کند. عقب نگه داشتن بینوا و منع آموزشش ثروتی است برای ستمگر که تا با بیشترین توان از هم نوع سوء استفاده کند. در مناطق معینی از باتلاق‌ها تعداد کمی بهداری ساده یافت می شود که ساختمانش از همان نی ساخته شده. این بهداری‌ها امکانات معالجه و تقدیم خدمتشان بسیار محدود و ناچیز است. اغلب یا دکتر ندارند و یا دوا. بهبودی بهداشت مردم را عملا انجام نمی دهند و تأثیرشان هیچ است. با دیدن بیرون و درون محیط و اجتماع باتلاق‌ها شما به اوضاع و احوال بخشی از میهن و مردمانش مطلع گشتید اگر نمی دانستید. اکنون از اوضاع و احوالشان با خبر هستید. تقاضا می کنم بندیشید. خود را ملاک و مالک تالاب‌ها و مردمانش و شخص اول مملکت و سرنوشت سازشان تصور کنید. پس از اندیشیدن طرح بهسازی و استفاده از تالاب‌ها را که به مغزتان میرسد به خاطر سپارید. در گفتار آینده امکانات بهترسازی باتلاق‌ها را چون یک مسئله نمونه بررسی می‌کنیم.
با امکانات و ایده هایی که مطرح خواهد گشت شما طرح خود را بررسی و تحلیل نمایید. با سنجش و مقایسه به توان خود در نیکو اندیشی و تقدیم طرح و بهتر نمودن زندگی هم میهنان نمره دهید. تقدیم کننده گفتار عقل بشر شما را به یک مبارزه اندیشیدن و استفاده از عقل دعوت می کند. حتما بفکرید، سپس همراهمون باشید تا دریابید چگونه می شد از این تالاب‌های ساخت آفریدگار انسان اندیشمند استفاده ها کند، یا آنها را به حال خود گذارد و یا بدتر نماید. با مقایسه طرح خود با آنچه در گفتار هفته آینده شرحش خواهد آمد بهتر خودشناس می شوید. موقعیت مغزی و بهسازی خود را تحریک کرده و افق اندیشیدن و داناییتان گسترش خواهد یافت. در گفتارهای پسین خواهید دانست این انسان مدعی دانش و خرد و متسلط بر عقل خود دانا از همه چیز در این دنیا و آخرت وعده سر خرمن چه کرد؟ باطلاقها را به کجا رساند و به مردمش چه کرد؟ خوش و تندرست باشید. خب بسیار ممنون از این دوستمون. دوستان نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، اجازه بدید من یک عکس رو بهتون نشون بدم، چون ایشون تو صحبتاشون هم از مدارس اونجا صحبت کردن هم از بیمارستان یا درمانگاه یا کلینیک. بذار یه عکس رو بهتون نشون بدم، این عکس رو با دقت نگاه کنید. تو عکس بعدی نشون میده که این پرچم ایران زمان شاه است، پرچم عراق نیست، و این آقا با کت و شلوار و کراوات شاگرداشو نگاه کنید. اولا یه فضای باز، هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی جالبه روی این تابلو داره انگلیسی می‌نویسه. همه می‌دونیم که طرفای آبادان، اهواز، خرمشهر، بوشهر، اینجا همیشه یه مقدار اونا انگلیسی بهتر و بیشتر از ماها میدونستن، با وجود که عربی بلد بودن انگلیسی رو هم بلد بودن، به دلیل اینکه کشتی ها میمدن، خارجی ها میمدن، خارجی های شرکت نفت اونجا کار میکردن. این مثلا کلمه بوارده اگه اشتباه نکنم این همون بلوار انگلیسی ها بوده و تو ایران میگفتن بوارده، شاید الان من اشتباه میکنم، ولی همون بلوارد اینا همه رو میخوندن میگفتن بوارده. ولی نگاه کنید دوستان، اینایی که امروز یه مدرسه یه جا آتیش میگیره، من میگم که اون 2500 تا مدرسه ای که شاه قول داد، اولا وقتی میگه ما 2500 تا مدرسه میخوایم بسازیم یعنی 2500 تا مدرسه کم داشتن زمان شاه، بعدم نساختن. اینم سپاه بهداشت، حالا اگه این سپاه بهداشت باشه با کت و شلوار کراوات، این بچه چه برداشتی از این معلم داره؟ یعنی همونجا رابطه این معلم با اینها به اصطلاح از بین میره. من یادمه هم تو هوابرد وقتی رفتیم دوره چت بازی ببینیم، شما هر درجه ای میخوای داشته باش، گروبان باش، سروان باش، سرهنگ باش، تیمسار باش، وقتی میای دوره چت بازی رو ببینی درجه ها تو باید باز کنی از روی لباست، میشکافتن اگه دوخته بودن، اگرم دکمه غیبی یا اینا بود که بازش میکردن. دلیلش هم اینه که اون که اونجا هست بتونه به شما یاد بده، یعنی نبینه شما تیمسار هستی، سرهنگ هستی، هزیتیت کنه یا خودداری کنه. در هنرستان وقتی من به عنوان دبیر رفتم، یادمه به ما گفتن دلیلی که هم بچه ها باید لباس کار بپوشن، هم دبیرها و به اصطلاح اون استاد کارای تو هنرستان، اینه که یک نواختی ایجاد بشه به حالت یونیفرم که شما خودتو بالاتر از بچه ها ندونی، شما خودتو مثل کارگر بدونی. حالا اینو داشته باشید، این روی جمله انگلیسی نوشته هی سامتینگ و اینا بماند، ولی اینی که اینا کتاب ندارن کجا نشستن، این عکس بعدی رو هم نگاه کنید که یه صفحه یا یه کتابی رو برداشته با همون چوب معمولی داره نشون میده، احتمالا یعنی یک کتاب بوده برای همه اینها بماند. ولی این دوستمون گفت در عراق احتمالا این جایی که این باطلاقا هست یه جایش هم مربوط به عراق هست، یا اینکه نمیدونم، چون این معلمه
تقریبا بیشتر به عراقی ها شبیه تا با ایرانی ها، ولی نگاه کنین اقلا این حالا هرچی بوده اگه ایرانی هم بوده توی داخل همین چادرهایی بوده که درست میکردن، ولی باز نگاه کنین این آقای معلم با کراوات و کت شلوار، ولی این بچه رو بیان پایین نگاه کنید دمپایی. ببینید اون دوستمون آقای زمانیان وقتی میگفت ما توی ایران کفش پلاستیکی میپوشیم میپوشیدیم، برای این بچه سوسولایی که خبر ندارن بگید که چه خبر بوده و چجوری مردم ناراضی بودن که به اینجا رسید. و اما آقای فرخ میگه که من در آلمان تقاضای پناهندگی به آمریکا دادم و 3 سال طول کشید و سال 1985 به این Land of Dream آمدم. این Land of Dream یا سرزمین آرزوها، Land of Opportunity. آقای اکبری میگه اکثر کسانی که اومدن آلمان میگفتن در ایران انگلیسی را بدون لهجه صحبت میکردم، بابام هم یا تیمسار یا مالک بوده، خلاصه لاف در قربت و گوز در بازار مسگرها. باورت نمیشه ما 2-3 دوست بودیم توی آلمان و اون آقای بختیاری خدا بیامرزدش فوت شد، جوونم بود، آقای اسحاق بختیاری مهندس مکانیک از آمریکا ول کرده بود با خانمش، دوتاشون آمریکا ازدواج کرده بودن، بچه هاشون آمریکا دنیا آمده بود، بلند شده بودن اومده بودن ایران، بعد دیدن نه آقا ایران این آخوندا دروغ گفتن، بلند شدن آمدن آلمان، ولی اونا چون بچه هاشون آمریکا دنیا آمده بود زودتر از ما آمده. یه دفعه صحبت از فروش خونه و اینها شد، به من گفتم آقا خونه من همش 480 هزار تومنه، خود من اون موقع مثلا خریده بودم 100 خورده 200 هزار تومن، گفتم حالا 480 هزار تومن، دلارم شده و 60 تومن، گفتم میشه 8000 دلار. این بختیاری دست منو کشید گفت دیوانه ای، گفتم چرا، گفت بگو خونه من 5 میلیونه، گفتم خب برای چی بگم 5 میلیونه، گفت تو لاف در غربت شنیدی، گفتم نه، حالا این دوستمون تکمیلش کرد، لاف در غربت مثل گوز در بازار مسگراست. شما میدونید که این اسم ترامپ هم یعنی گوز، اصلا میدونید این ترامپ یا ترامپت، دلیلی که بهش میگن ترامپت برای اون صدایی که اینجوری میکنه بهش میگن ترامپت. بعد توی دیکشنری انگلیسی را اگه نگاه کنید کلمه ترامپ یعنی گوز و این ترامپ هم فامیلیش گوزه. حالا دیگه ببین وقتی یک کسی فامیلیش گوزه خودش چه لجنی. داشتم نقل اون شعر شیرازی ها میگفتم، یکی از دوستان یه شعری برای من فرستاده بود که مثلا دوتا راننده میگه حالا که این اینجوری شده رفته اونجا قافیه ها رو ردیف میکنه. ببینید اونی که ناخودآگاه میاد اون ذوق هنری قشنگه، اونی که طرف بعد میشینه که شعر رو ردیف کنه اون پشتش این میاد که شاعر که به تنگ آید، قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. مثلا یکی از این احمقایی که این نمایش رو درست کرده میگه چیه سیاست پیشه، نه یه چیزی میگه ستم پیشه، میگم آخه تا اونجایی که بوده وقت فامیل یه نفر یه چیزی هست یعنی این شغلشه، این پیششه دیگه، و وقتی به یکی بگی آقای فلانی ستم پیشه یعنی این ستم رو پیشه خودش کرده بوده، ولی برای که این پیشه با پشم شیشه با شیشه با نمیشه با همیشه جور در بیاد. یکی از دوستان برام فرستاد و یادم نیست آقای مجید بود یا نه، چرا خوشحالم که خانم نیر هم آمدن، خوب شد دیر آمدی نیر خانم، چون من قبلش داشتم ویدیوهای زمان شاه رو نجات نشون میدادم، ممکن بود خدای نکرده شما یکم ناراحت بشین. چون این دوستان ببینید هیچ مادری قبول نمیکنه بچهش آدم میکشه. الان این آقا رو توی روسیه گرفتن، خب خود منم حدس میزنم روسیه هم این آقا رو گرفته، میگه جاسوس به خاطر که اینا هم این خانومه رو گرفتن بعدم میخوان عوض دوگز کنن و فلان اینا، ولی اومدن با برادرش تو کانادا صحبت میکنن راجع به این کسی که رفته، میگه من رفتم عروسی دوستم بوده رفتم اونجا کمک کنم مهموناش چجوری سوار متروی روسیه بشن اینا، بعد گرفتنشون و حالا معلوم میشه اصلا این مال سکیوریتی بوده جزء مارین بوده بازنشسته شده و اینا. با برادرش که صحبت میکنن برادرش میگه نه داداش من جاسوس نیست، انگار که مثلا هر کی جاسوسه میاد میگه خب عزیزم همه فامیلم میشونه، دوستان عزیز همونجوری که همتون میدونید من مدتی از جاسوس هستم، حالا دارم میرم برای یه ماموریت جدید، ضمناً این ماموریت اینه. گفتم آقا ببندین این مغازه رو، خب گرفتنش بذارید، حالا اون امروز سفیر
آمریکا میره اونجا باهاش صحبت میکنه. البته خودش گفت اون سه روزی که ما ازش بی خبر بودیم خیلی نگران شدیم، چون تو روسیه میدونی آدما رو میدوزن، بعد زنگ میزنن به فامیلشون میگن پول بدین و اینها، و گفت حالا خیلی خوشحالیم که دولت روسیه گرفتتش، چون دولت وقتی میگیره قانونا باید به اون دولت مطبوع اون طرف، نه مطبوع خوشبوها، یعنی دولتی که اون تابعیتشو داره باید خبر بده. 72 ساعت وقت دارن که به اصطلاح اون سفیر و اینها برن، چیز مثل که امروز قرار بود برن، حالا ببینیم چی میشه و چه داستانی از داخل این بیرون میاد. دوستان عزیز، ما همیشه گفتیم، اینجام نوشتیم، شما میتونید برنامه داشته باشید، شما میتونید نظر بدید، شما میتونید مهمان ما باشید، و این شما هستید که احیانا خودسانسوری میکنید و نمیاین، و ازتون خواهش میکنم به من نگید آی سر به اینو نگو اونو بگو، شما من اینو میگم شما بیا اونو بگو. و اما بریم سراغ بله اکثر کسانی که آمدن آمریکا و اینها، اینو ببریم. من میخوام اون فیلم رو بهتون نشون بدم که نشون میده مسئول این هفت‌تپه یه ویدیو درست کرده و توش صحبت میکنه و میگه که برگردین سر کارتون و اینجوری. بعد آقا خودش فرار میکنه با پولها. کجا گذاشتمش؟ بله فکر کنم این مال ترامپ. هفت‌تپه رو نوشتم، والله هفت‌تپه ایران. آها اجازه بدید یکیشو فارسی مینویسیم یکیشو انگلیسی مینویسیم، خودمونم نمیدونیم چه غلطی داریم انجام میدیم. بذاری من این دوتا پرونده عقل بشر شماره 83 رو پاک کنم، حالا میخونیم تا برسیم اونا رو براتون پیدا کنم. اعتصاب کارگران جلوه از قدرت طبق با درودهای فلان. اعتصاب کارگران، اینی که سیاکل گفتم اون روز، ولی این ویدیو رو من امروز نشستم نگاه کردم. ای داد بیداد، پیر شدی، چون پیر شدی سربی از تلویزیون بیرون رو. تی آر گوگل بذارید ببینم. آها درباره ترامپ اون روز گفتم که این با سفری که داشت به عراق یه چند تا از چیزای رازای به اصطلاح نباید بگین و سری و محرمانه رو گفته و به درد سر انداخته اینا رو. میدونید که چند مدت پیشم یکی از چیزای سیکرت یا محرمانه اسرائیل رو به دو تا سفیر و نماینده روسیه گفت که اونا مشکل داشتن، گفتن آقا اصلا این هیچی به این نگین، مثل بچه ها هست میگن این نمیتونه راز نگه داره، هر چی دم دهنش میاد میگه. این بار که رفته اونجا میگن این لباسی که پوشیده و گفته من کجا هستم و اینها، به غیر از این که توضیح داده که این هواپیما ها چرا خاموش میرن، وسایلشون رو خاموش میکنن و فلان، اینها به درد سر انداخته. لینکش رو من اون روز گذاشتم. میگن که جناب سوربی اول سال جدید مبارک باشه و دوم هر چی میخواهد دل تنگت بگو کاکو جون. خیلی ممنون، واقعا این فلسفه شما عالیه. و اگر اون روزم من به اون خانم چیز گفتم، اگر افرادی که طرفدار پادشاهی بودن همه مثل شماها بودن، اینجوری منطقی بودن، تحمل شنیدن دیگران رو داشتن، باور کنید دیگران رو به خودتون جلب میکردین، جذب این سازمان میشدن. سازمانی که ندارید هیچ همینجور رو حواست، ولی بالاخره با شماها میشه حرف زد، میشه آمد گفت، بعد شما میگید بله میدونیم اون اشکالم بود، حالا بدتر شده، ما میگیم بله، اون وقت میرسیم به یک نتیجه، یعنی وجوه مشترکمون زیاد میشه. وجوه مشترکمون اینه که بله اون شاه و رژیمش اشکال داشت، اینا وا مصیبتا. ولی اونجایی که شما میگی صد رحمت به کفن دزد اولی، من میگم کفن دزدی بده، حالا چه کفنو بدوزه و تو قبر پدر و مادر اون کسافت کاری نکنه، چه مثل آخونده هم کفنو بدوزه هم تو قبر پدر و مادر اون کسافت کاری کنه، هم نمیدونم دندون طلای پدر و مادر اونم بکشه و بفروشه، دیگه چی بگیم. ولی شما بشین برنامه رو نگاه کن ببین اینا دارن چی میگن. اینا دارن خوراک آخونده رو درست میکنن که آخونده بگه نگاه کنید اینا هستن میگن ما میخوایم بیان،
این آقای پاشایی، اون آقای جعفر چی نیک جعفرزاده و اینها، اینا فکر میکنن دارن به رضا پهلوی کمک میکنن، اینا بزرگترین ضربه رو میزنن. بی خودنی بعضی ها میگن آقا این سوربی از رضا پهلوی پول گرفته و آمد مطرحش کرد. رضا پهلوی که اصلا سالها دیگه گفتن آقا این مرده، رفته دنبال کار و زندگی و بیزینسش. مرده منظورم مرده سیاسیه. دستان ممنون و متشکرم از شما، ولی من هنوز دارم دنبال اون چیزه میگردم که به شما نشون بدم، ویدیویی که مال هفت تپه بود کجا گذاشتم، چه باید که آخه آمدم 300 خورده ایمیل رو پاک کردم امروز، 400 خورده مونده بود تو این. و اینم این، روی فیسبوک نگاه کنید ببینم که خب حالا براتون اینو میذارم. جالبه، میگه شعارها عالم پسند شده. این کلمه عالم و عالم دوتاشو یه جور می‌نویسن، ولی شما میتونی بخونی عالم، میتونی بخونی عالم. نوشته در سطح و کلاس علما. حالا وقتی میگه عالم پسند، شاید هم عالم پسند شده. من اینو بهتون نشون بدم تو این فاصله، شاید اون یکی هم مغزم کمک کرد پیداش کنم کجا بوده، چی بوده، کی بوده. بشنوید با هم. جواب من را بدید ناکسا، جواب من را بدید ناکسا، جواب من را بدید ناکسا، از دونتون بیرون بیای جاکشا، 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 جواب من نمره بدید ناکشا، جواب من نمره بدید، جواب من نمره بدید ناکشا. خب این باز پرید اولش و این نوشتن که پیام ها عالم پسند شده و این و اون. بله این نمیتونم متاسفانه اونو پیدا کنم، پیدا میکنم براتون روز جمعه نشون میدم که ببینید اون کسی که، یا یه کسی اگه بتونه پیداش کنه برای من بفرسته. روی یوتیوب بود نواری که مسئول کارگرای هفت تپه پولا رو برداشته و فرار کرده، فعلا ناپدید شده، حالا احتمالاً سر از چیز در میاره، بگید سر از کانادا در میاره، شاید من اشتباه میکنم. آهان، امروز داشتم اینو میگفتم، یه دوستی برای من چیز فرستاد. آهان، خانم قربانی، آقای اکبری از آلمان نوشته دشمن دانا بلندت میکند، بر زمینت میزند نادان دوست. کاملا درست میگه ایشون، و البته من بارها به اینا گفتم من با هیچ کدومتون دشمنی ندارم. من همین آقای رضا پهلوی یه مهمونی باشه نشسته باشیم اونجا، حتی بحث سیاسی هم باش نمی کنم، ولی اگه آمد بیرون گفت من میخوام برم فلان بشم، برید بنویسید، بنویسید سوربی فاصله رضا پهلوی. سه بار من از ایشون سوال کردم آقا خب یعنی چی؟ آخوندها دروغ میگن، مردم فحششون میدن، خب تا میای قسم میخوری عمل نمی کنی، بازم مردم باید بهتام فحش بدن دیگه، نمیشه که یک بام و دو هوا، یا اینجا میگن دبل استانده. خب اینم از این. بله یک ویدیویی برای من فرستادن که نشون میده یه آقای با وجودی که یو اس سیتیزن هست، شهروند آمریکا هست، این ایس که مال افراد به اصطلاح غیر قانونیه که اینجا هستن، اینو گرفتن و هرچی این گفته آقا من آمریکایی ام فلان، انداختن زندان. حالا دیگه سرنوشت رو من نخوندم، ولی وقتی اومدم پایین دیدم یه ویدیویی هست راجع به این که دیدید الان خیلی‌ها میگن آقا ارگانیک، نمیدونم این اینجور، این گوجه فرنگی اونجور اینا. یه دکتری آمده میگه من سالها رفتم تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که اصلا این چیزا نیست، دلیلی هم که ما وزنمون اضافه میشه و اینها اینه. رئیس کارخانه بله هفت تپه فرار کرده و رفته. همین ویدیو شما میخوام پیدا کنم، تو اون ویدیوها این کرخر نشسته به مردم میگه که اینایی که دارن تظاهرات میکنن به اصطلاح از طرف خارجی ها، از طرف مزدورای خارجی دارن چی میشن، و شما برادران برگردین سر کارتون، اینقدر میلیارد دلار پول گرفتیم بیایم حقوقا رو بدیم، دوباره میگیریم. معلوم شده که این پول رو برداشته و فرار کرده. و من نمیدونم اونجا هنوز هم مثل قدیما این فیلم های وسترن شما دیدی، مثلا یه جایی با دنبال طلا بودن فلان، با چی میگن با پتک
سنگ میشکنن و اینها، وقتی میخوان حقوقشون بدن یه مردی میاد با اسب میشینه اونجا، بعد مردم تو صفای میسن و کارگرها تو صفای میسن و حقوقشون میدن. مگه تو ایران هم اینجوریه که این پول به دست آقا بوده، ورداشته فرار کرده، نه بانکی نه کارتای ما میگیم شنیدیم اونجا میگن کارت به کارت میکنن، کارتشون رو چارج میکنن، فلان میکنن. ولی واقعا میگن اینجا میرسه آدم دیگه اون نمیدونم حقوق بشر و اینا رو میگه بابا ولش کن و اینا رو باید بگیرن اعدام کنن. اونی که میگه آقا این سلطان سکه، اون سلطان فلان چرا اعدام میکنن، بذار آقا اینا رو اعدام کنن، به خودشون هم میرسه یکی یکی. مگه دوره شاه همین کارو نکرد؟ شروع کرد اطرافیان گرفت، اینا اختلاس کردن، اون فلان کرده، یه دفعه گندش بالا اومد، هر کی خواستن بگیرن گفت آقا خود اینا بودن، یه دفعه به قول شیرازی ها رمبید پایین. رمبید کلمه رمبید دیگه یعنی چی؟ بله، رئیس کارخانه هفت تپه فرار کرد و رفت. ناراحت نباشید، دو سه روز دیگه از این کشورهای دموکرات و اینها سر در میاره و اون چیز رو هم گفتیم. بله، خلاصه این آقای دکتر هم کلی توضیح میده که میگه شما یه گوجه فرنگی رو میخری، بعد 5 روز کپک میزنه سیاه میشه میندازی دور، ولی چجوریه که این رب گوجه فرنگی رو تازه خودش مثلا نشته تا 2 سال دیگه، بعدم شما وقتی بازش میکنی 2 سال هم که میگذره هنوز خراب نمیشه. توضیح میده میگه اینها رو یه چی هم بهش میگن جنتیکلی OGM یا یه چیزی میگن، اصلا جنش رو عوض میکنن. میگه که یه کاری میکنن که این مثلا سبزیجات میوه‌جات اندازه‌ای که لازمه آب نمیگیرن، چون اون آبه که بیشتر خراب میشه. بعد میگه اینا رو که میارن خب چون آب نداره مزهش عوض میشه. بعد میگه تو کارخونه وقتی میخوان بکنن سس گوجه فرنگی و رب گوجه فرنگی و آب سیب و آب و پرتقال و اینا، میگه با شیمیایی که اینجا میگن کمیکال، میگه تیستش یا مزهش رو اونجا عوض میکنن، اسید اضافه میکنن، شکر اضافه میکنن، فلان اینا که شما وقتی میخوری. ولی اون میوه‌ای که میخری میگه آقا یادش بخیر نمیدونم یه گلابی نتنز با وجودی که انقدر بود مثل مال اینا انقدر نبود، ولی وقتی میخوردی چک و چیل دک و پوست آب میامد، ولی اینجا میخوری گلابی اینجا مزه دارو میده. واقعا میگم وقتی میخوری اصلا مزه دارو میده. بعد بعضی وقت هم نگاه میکنی میبینی همشون یه شکل، همشون یه اندازه. بی خود نیست، میخوان ما هم یه اندازه باشیم، یه شکل باشیم، هممون کلسترولمون اینقدر باشه، فشار خونمون اینقدر باشه. ولی از اون ورم جواب دارن اونا، میگن خب نمیخوای برگرد دوباره برو از مزرعه بردار بخور، که وقتی هم میخوردی باهاش کود و نمیدونم پهن فلان حیوانم میومد، از اون ور مریض میشدی. اوریج یا میانگین سن 30 سال بوده، آدم ها سر 30 سالگی میمردن. این که شنیدی میگن عمر نوح داره، عمر نوح، عمر نو، حالا خدا میدونه نو چی کار کرده، تصادفاً 90 ماه زندگی کرده. اون وقتا فکر میکردن 1 ماه 1 ساله که گفتن 90 سال. تصادفاً 90 ماه زندگی کرده، حالا خدا میدونه چی بوده، اصلا یکی دیگه اومده گفته من همون نو هم دوباره و بمانم. میگه که کانادا جونم، کانادا جونم، پولها رو چاپیدم دارم میام، ویزاتو میخوام تا زودی بیام، پولهام دزدیه توی بانکتونه با کله میام. بهشون قشنگ ویزا میدن، اصلا آگهی میزنه 800 هزار دلار شما بده بیا اینجا، تا میای ما بهت میگیم شما اینجا میخوام یه شاپینگ سنتر درست کنیم، شما یکی از این 100 تا صاحب اینجا هستی، این پولت هم اینجا، و بهشون سود هم میدن واقعا، چون اونی که این کارا رو میکنه یه سازمان های بزرگتریه و مثل آقای رضا پهلوی نیست، پول تمام دوستا و فامیلا رو گرفته. یکی از مشکلات این احمد علی مسعود انصاری اینجوری شروع شده، وقتی این شروع کرده پولا رو کشیده بالا، پولا خودشو کشیده بالا، گفته این از پولایی که من داشتم، گفته آقا اگه ضرر هست همه باید ضرر کنن، تو نمیتونی شریک بیاش باشی ولی پول خودتو بکشی کنار. پول آقای شهبازی رو خورده، پول اینو خورده، پول اونو خورده، اینجوری گندش بالا اومد و دعوا و اینا. بله، این شعری که شما میگید همینجوری اینا میگیرن و میدوزن، بعدم میگن اینا. داشتم اینو میگفتم، اون دکتر خوب که توضیح میده، بعدش تازه معلوم میشه. حالا این میگه که بیاین من یه قرصی بهتون میفروشم که این قرصه رو بخورین که به اصطلاح جبران اون چیزا بشه، اون حل و حل میگفتن.
اون مزخرفاتی که اینا توی کارخونه و اینها به خوراکتون و این چیزا زدن. و اما یک ایمیل دیگه هم من باز کنم بعد دیگه برم، ما امروز خواستیم اصلا برنامه نداشته باشیم. ببینیم پتیک برای ما چی نوشته. یادتونه اون روز نقل پول نفت و اینها که شاه گفته من یه نصف نفت رو میدم نمیدونم فرانسه برج ایفل میخرم، به اون یکی دیگه گفته بود نصف پول نفت رو میدم تو رئیس جمهور میشه اینها. پتیک وقتی یه چیزی رو نگاه میکنه فوری نمیاد به طرف فوش بده، میاد مینویسه ببینه امروز من چی یاد گرفتم. میگه که من رفتم دنبال این درآمد نفتی سال نفتی ایران، عددا خیلی قلقاتیه و اصلا نمیخونه و اینها، ولی میگه آخرینش این بوده درآمد نفتی ایران در سال 2016 36 بیلیون دلار، صادرات غیر نفتی ایران 1396 47 بیلیون دلار. شاید منظورشون میلیون بوده. نه آقا، منظورشون همین بیلیونه. واقعا همین آخوندها و احمدی نژاد و اینها هم بیلیون بیلیون پول آمد و خراب کردن، هی دادن لبنان و دادن نمیدونم چی بسازن کجان حزب الله و فلان اینها، اینا هم به مردم نرسیدن. و وا ویلا، خود شما هم نوشتید وای بر ما. بله، میگی که گفتن نو 900 سال زندگی کرده. آقا مزخرف میگن، الان میگن حضرت چیه این امام دوازدهم هم 1300 سال تو چاهه. خب کسی میخواد 1300 سال زندگی کنه؟ حداقل یه جای درست حسابی، یه بالای پشت بوم اینها، بعدم چرا رفته تو چاه؟ مزخرف آقا. وقتی مزخرف میگی هرچی بیشتر بگی بیشتر اثر میذاره. همین که من الان گفتم نوح 90 سال عمر کرده، شما فریادت از آلمان گوش من رو کر کرد، از برلین زیبا میگه آقا 900 سال، یعنی دروغ اونها عمل کرد، راست گفتن من کار نمیکنه. پس دروغ هرچی بیشتر باور کردنش چی؟ آسان‌تر. کاکو جون در مورد بند سوم درآمد نفت ایران در 1975 تحقیق بیشتری کردم، متاسفانه آمار و ارقام مثل خودمان تخمیست و هیچ سندی ندارد. دوستان این کلمه تخمی که میگن همش فوش نیست، اون وقتا شروع شده این بادمجون تخمیه، بعد طرف هرچی بد بوده میخواسته بگه میگفت تخمیه، ولی بعد اونایی که مثل شما مغزشون کثیفه فکر میکنم این تخم اون تخمه، حالا باید هی روش بنویسیم این تخم اون تخم نیست. جایی طی برنامه پنجم احتمالاً 5 سال 83 بیلیون دلار، جایی برای سال 56 رقم 7.2 بیلیون دلار، جایی برای سالهای 51 57 رقم 116.5 بیلیون دلار. خلاصه عجب شیر تو شیریه، خر تو خره، هم خندم گرفته هم گریم گرفته. امان از دست این مردم. بله، این وقتی میری تو اینترنت اینجوری میشه دیگه. و اما آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهور، پریروز این خانم وارن که سناتور توی آمریکا و پروفسور هم هست و اینها، کسیه که ترامپ گفت اگر تو بری آزمایش دی ان ای یا اون ژنتیک و اینها و نشون بده که این قدم به اصطلاح از این سرخپوستا یا از این آمریکایی‌های بومی جنداری، من 1 میلیون 10 میلیون یه چیزی میدم. و اینم یکی از دروغا و یکی از بدقولی‌های این. در صورت این خانمم اومده اعلام کرده که در سال 2020 برای خودشون نامزد ریاست جمهوری آمریکا کرده. من فکر میکنم که شانس آنچنانی نداره، مگر اینکه یک کسی مثل جو بایدن یا اون آقای جوون رو بیاره که اونم اسمش با بی و لست نمیشم او هست، برد سامتینگ، اونو بیاره به عنوان نخست معاون خودش، ممکنه اون وقت ائتلاف این دوتا به جایی برسه. دوستان عزیز، خانم دیجه آنی یکی از بهترین دیجه هایی که من میتونم بگم اولین دیجه به اصطلاح زن در آمریکا ایرانی همین خانم هستن، کارش هم قشنگه، بلده با مجلس ارتباط برقرار کنه و مجلس رو بر اساس آدمایی که توش هستن موزیکایی بذاره که همه رو خوشحال و مخصوصا صاحب مجلس رو از همه خوشحالتر چیز کنه. اگر خواستید دیجی همه جا میره، مسافرت تا دلت بخواد، من اسمش رو بذارم مارکو پولو.
برای جاهای دیگه هم میتونید باهاش تماس بگیرید. روی فیسبوک هم هست. چقدر راحت شده این فیسبوک. امروز آقای زهرایی نوشته بود که این مارک شوگربرگ سوکربرگ گفته که من میخوام فیسبوک و حساب خودم پاک کنم. گفتم آخه آقای زهرایی شما چرا؟ این اگه میخواد حساب خودش پاک کنه، فیسبوک که به بنده همه ماها حسابامون پاک میشه، این مزخرفات چیه ای برای هم پخش میکنی؟ به اینا میگن هوکس. هوکس این چیزای دروغ و قلابیه که میفرسن، هی هم برای هم میفرسن، اون پایین هم یا فوشت میدن یا میگن اگه نفرسی خدا لعنتت میکنه، یا اگه نفرسی دوتا شاخ در میاری. ما که راحتیم، ما خودمون شاخ داریم دیگه. در هر صورت میگم آقا این کارا رو نکن. مارک سوکربرگ یا نگاش که اصلا قیافش مثل آدمایی که از یک کرات دیگه آمدن، اینا آدمای عجیب و غریبی هستن. بعد از لحاظ پول و ثروت که نگو و نپرس، اتفاقا برای سال 2019 هم عکس خودش و همسرش دوتا فلوت، اینا به این لیوانای شراب فلوت میگه، دوتا لیوان شراب هم دستشونه و میگه که آقای یوسفی از اتریش میگه آقای سوربی مالکان هفت‌تپه دو نفر هستن، یکی بازداشت بود و یکی در ایران متواری است و هیچ پولی خارج نشده. مگر قرن حجر است؟ عصر حجر میگن معمولا. مگر عصر حجر است؟ یکی آن هم در این تحریم و پولشویی. آقا اون آقا مال بانک ملی بود، فرار کرد. بانک کجا بود؟ خاوری بود، چی بود فرار کرد؟ بعدم شما از این پدرسوخته ها غافل نشو. ولی سوال اینه، مگه این هفت‌تپه شرکت خصوصی بوده؟ اگه شرکت خصوصی بوده پس چرا میگن این اعتراضات به خاطر اینی که میخوان خصوصیش کنن؟ نمیدونم، چون گزارش درستی ندارم، من اطلاعات چندانی ندارم، نمیدونم. آنی هم تشکر میکنه، من از شما ممنونم، هم به خودت هم به خانواده بزرگتون. خانواده بزرگی هستن ماشاءالله. چند تا هستین؟ نه تا دختر. بله، آزیتا، آتوسا، پانتا، آنی، همشون زحمتکش و فعال. حالا این در خوشحالی مردم فعالیت داره، آزیتا در آگاهی مردم فعالیت داره، من هم خیلی خوشحالم که باهاشون آشنا هستم. بله، دو نفر بودن و اینها مگر قرن حجر است؟ بله، منتها مشکل این افراد سرمایه گذاری زیاد از حد و مسائل دیگر، چون بیش از 1500 کارگر مازاد و غیره بودن. ببین آقای سلمان عزیز، اینجا شرکت ها هست بیان کارگرها رو کم میکنن زیاد میکنن، ولی اینجوری نیست که طرف بگه آقا من چون کارگر زیادی داشتم نمیدونستم چی کار کنم، پس بهترین کار این بود که من فعلا این پوله رو بردارم در برم تا یکی دیگه بیاد مشکلات حل کنه. اینجا من یه دوستی داشتم، همین آقای یزدانی که برنامه داشت اینجا، فرید یزدانی یا فرزاد یزدانی، خودش هر از چند مدتی میومد میگه آقا دوباره میتینگ گذاشتن، همه ما رو جمع کردن. مثل میزنم برای که ساده باشه، گفتن شما 1000 نفرین مثلا ساعتی 20 دلار میگیرین، ولی ما 1000 نفر احتیاج نداریم، میخواین 200 تاتون رو اخراج کنیم یا میخواین به 1000 تاتون بدیم ساعت 15 دلار؟ میگه خب همه نگاه هم میکنیم، میگیم ساعت 15 دلار بده، چون میدونیم که آقا اگه بگیم اونو بکن بیرون فردا منو میکنم بیرون، هی میارم قیمتا رو پایین، ولی بازم به یه جایی میرسه. این بار میگه دیگه نه، تصمیم گرفتیم 1000 تا هم بکنیم، مثلا 200 تا هم بکنیم بیرون به قید قرعه یا بر اساس سنوات خدمت و الی آخر. دی جی آنی میگه که برنامه موزیک رو در برنامه ها انجام دادن. بله، بخش خصوصی است. هفت‌تپه الان میخوان برگرده دوباره بخش دولتی. این دی جی یا دیسک جاکی از زمانی که رادیوها و اینا شروع شده بوده، و حالا سوال اینه که چرا از همون موقع به اینا میگفتن دیسک، چون اینا رکورد بوده یعنی صفحه های اینجوری، ولی از همون موقع به اینا میگفتن دیسک جاکی، مثل کمل جاکی، اینایی که بازی میکنن بلدن چجوری، اینا هم کارشون رو خوب بلدن. ایشون سوال کردن آقای سوربی، کی سوال کرده آقای سوربی فارسی دی جی یعنی چی میتونه باشه؟ بی زحمت توضیح بده. آها درسته، دیسک جاکی. بله آقای یوسفی، ما چون قرارمون اینه که مثل خانواده و مثل دوست به هم یاد بدیم چیا رو، وقتی سوالای اینجوری داری از خود طرف اگه بپرسی بهتره، تو پیام خصوصی براشون میفرستی که خانم این دی جی آنی یعنی چی، مثلا اسمتونه یا چی. البته میگن یه حسنی هم داره، شما اینجا که عنوان میکنی
همه متوجه میشن. در هر صورت ما خیلی سخت نمیگیریم. گفت سخت گیرد روزگار بر مردمان سخت گیر. آمریکا هم میگه take it easy, easy does it. یعنی خیلی به خودت فشار نیار. رفع مشکل پرداخت پول نفت ایران توسط هند. وقتی من میگم اینجوری اینا رو ساده فکر نکنید، هی نگید من ننم نمیدونم نشسته بود این آخونده ها میمدن 2000 براشون روزه میخوندن. آقا خب اگه ننه 2000 روزه میخونده و این همه سیستم، این همه کمپوزیسیون، اینا که پدر 57 سال پادشاهی رو درآوردن، حالا هم 40 سال پدر من و تو رو درآوردن. خب وقتی اینجوری میگی، یعنی اگه میگی این احمقه، من و تو از این احمق تریم. اقلا بیا بگو این پدر سوخته است، ما حریف پدر سوختگیش نمیشیم. تا بعد بگیم حالا ما میریم خودمون رو آموزش میدیم، نمیگیم من پدر سوخته میشیم، ما میگیم ما میریم تکنیک ها رو یاد میگیریم، میان با اینا مبارزه میکنیم. ولی هی نگو اینا احمقن. وقتی میگی اینا احمقن و من حریفشون نمیشم، یعنی من احمق ترم. مکرون سرمایه‌داری لیبرال افراطی به پایان خود نزدیک میشود. این مکرون هم فکر کنم به دور دوم نمیرسه. دو دوره چند دوره توی چیز. غلبه فنلاند بر موزل زندگی افراد بی خانمان در خیابانها. جالبه بخونیم بریم چجوری غلبه کرده. مسئله فرخ، حالا بی خیال شو آنی، دو برادر. بله من نمیدونستم. غلبه فنلاند بر موزل زندگی افراد بی خانمان. حالا که اینو میگن، من یه نفر نوشته بود که شاه با ماشین داشت می اومد و راجع به برنامه ها و بلند پروازی هاشو می گفت من می خوام ایران رو اینجوری کنم اونجوری. گویا میگن اون رئیس جمهور فرانسه کی بود تو ماشینش بوده و بهش گفته آقا شما خیلی بلند پروازی نکن، کشوری که برای که مردم گلها رو تو خیابون ندزدن باید نرده بذاره و اینها، هنوز زوده به اونجا برسه. یه دوستی نوشته بود من تو فرانسه زندگی میکنم، فرانسه برای که مردم این کاغذ توالت ندوزن از فروشگاه، در فروشگاه ها مأمور گذاشته اینا بهتر خفشن. این شما داشته باشید. من دو سال پیش فرانسه بودم، این پاریس زیبا، چهار جاش که مال توریست زیبا و تمیزه، همه هم میرن عکس میگیرن. اوکی. ولی تو خود خیابون ما جای خوبی هم بودیم، نزدیک اون میدون ریپابلیک، میدون جمهوری خواه ها یا هر چیز اونجا بود. بله مجسمه ها قشنگ، اولا همه این مجسمه ها رو آمدن روی سنگ مرمر سفید اینا برشتن با اسپری خط کشیدن و فلان اینا. بعد همون سه روزی پنج روزی که ما اونجا بودیم، دو تا تظاهرات بزرگ بود که اصلا ما ترسیدیم راه رفتیم از اون ور. و گدا، هوملس، شب از ساعت 6-7 که میگذشت، تازه تابستون، با لاف و دوشک کنار خیابون خوابیده بودن همشون هم از این. بعد اینا میگفتن اینا کولی هن، میگفتن حالا یا کولی هن یا جیپسی هن یا هرچی، بالاخره دولت نتونسته برای اینا کاری فراهم کنه. ولی اینجا نوشته که غلبه فنلاند بر معضل زندگی افراد بی خانمان در خیابان ها. این عکس من بهتون نشون بدم اگه بتونم مقاله رو بخونم. میگه که در حالی که بسیاری از کشورهای جهان با موزل زندگی افراد بی خانمان در خیابانها دست و پنجه نرم می کنند، فنلاند موفق شده راه حل برای این مشکل پیدا کنند. ما که هرچی از شما پرس جیسکاردستان بوده. اکبری تو اگه نیای اینجا یه روز من فلجم ها، دست در نکنه. خیلی ممنون. در حالی که بسیاری، بله میگه که راه حلی پیدا کرده. میگم ما اینجا می‌خواستیم راه حل پیدا کنیم برای دستفروش‌های ایران، یک نفرم ننوشته بود با چه کار کنن. همه گفتن که آقا اینجا هم همینه، اون گفته انگلستان همینه، اون دوست اون مهدی گفت آقا نوادا هم همینه، اسماعیل هم که گفته بود مهدی. چیزی نیست که ما اینجا صحبت می‌کنیم. ما اینجا داریم فارمرز مارکت که از یه فصلی تا یه فصلیه و اینایی که مزرعه کوچولو دارن معمولا میان اونجا چیزاشون میفروشن. اینجا داریم فلی مارکت که یک جاهایی که بازه یک کسی اجاره میکنه، بعد همونجوری که شما گفتی لات به لات یا یه چیز دیگه شما گفته بودی به دیگران اجاره میده و بالاخره یه قانونی داره. ولی این که من بیام برم مثلا جلوی یه جواهر فروشی 4 تا جواهر بیارم ارزون تر از اون بدم، کار اونم اینجوری نیست.
نمیدونم، گفتیم یکی بیاد یه چیزی بگه که کسی پیدا نشد. میگه آمار مرکز توسعه و تامین هزینه مسکن در فنلان نشان میدهد که در سال 1987 میلادی بیش از 18,000 نفر در این کشور بی خانمان بودند. فنلان جمعیتش امروز چند تاست؟ اینا مثل که نقش 6-7 میلیون هن، نه؟ یکی الان بزنه پاپولیشن خودم میزنم دیگه. چقدر ما منتظر اکبری وایسی منده خدا، اینم هی زحمت بکشه. می‌نویسم فینلند پاپولیشن، یک علامت سوال بزرگ هم میذاریم ببینیم می‌نویسه چند. بله 5.5 میلیون. سال 2017 سرشماری که کردن جمعیت فنلاند 5.5 میلیون بوده، 18,000 تا بی خانمان داره. این آمار در سال 2016 به 7,000 نفر کاهش پیدا کرد، در حالی است که اغلب این افراد هم شبها را به جای خیابانها در منزل دوستان و بستگان خود سپری میکنند. بعد میگه که دولت فنلاند با تهیه مسکن، حذف پناهگاه های ویژه افراد بی خانمان و حمایت های بلند مدت از افراد بی خانمان توانسته است بر این موزل اجتماعی غلبه کند، در حالی که بسیاری از کشورها افراد بی خانمان پیش از یافتن سرپناه باید بر مشکلات مالی و اعتیاد خود غلبه کنند. دولت فنلاند اولویت را به تهیه مسکن، آفرین، فهمیده از این وری. احتمال زیاد اینا یکی از اونایی هستن که اون موقع از شاه سوال کردن چه کار کنیم، به نتایج شاهانه شاهنشاه اسلام پناه گوش دادن و تونستن به اصطلاح مشکلات فنلاند رو حل کنن. چی میگیم؟ ببینید همینقدر خنده داره واقعا. در صورت امس که این سال نو امپراتور ژاپن، امپراتور بزرگتر یا شاهنشاه؟ فکر کنم امپراتور، چون دیگه شاهنشاه شاه داریم و شاهنشاه داریم و امپراتور، یا ما داریم کینگ و کینگ آف کینگ و امپرور. در هر صورت امپراتور ژاپن هم آمد گفت که من امسال آخرین سال هست به شما تبریک میگم، گویا از سال دیگه پسرش میاد. اینا خیلی از اینایی که در صدر کار هستن باید این کار انجام بدن و بذارن بچه هاشون بیاد. اینجا هم نوشته آقا سی پی یو ما خیلی رفته بالا و ممکنه چیز بشه، ما فهممون بالا نمیره، سی پی یو یوزجمون میره بالا، اب نداره. خب اینم غلبه فنلاند، اجرای فلوت سهرامیز موتزارت در اپرای وین که اصلا به من مربوط نیست. دلیل استعفای وزیر بهداشت ایران کاهش بودجه سلامت یا فرار از استیزا. و مراسم آتش بازی آغاز سال نو میلادی در شهرهای مختلف جهان. میدونید که اینم شروع میکنن، میگن از اونجایی که 12 سال زودتر شروع میشه تا بعد همینجوری میچرخن، یکی به یکی تو تلویزیون نشون میده و ما بعض وقتا حتی مال همین آمریکا رو هم نمیتونیم ببینیم، یا کار داریم یا یه جایی هستیم یا بعض وقتا خسته هستیم. ببینیم این 300 این دوست خوبمونه، حتما داره برنامه رو نگاه میکنه. ببینید وقتی آدم ها رو میشناسی دیگه میتونید پیامشون هم بذاری. این همون دوستی که گفت من میخوام با شما بیام جهنم، البته نگفت بود با تو میخوام بیام جهنم، گفت بود منم میخوام برم جهنم کنسرت هایده. ببینیم حالا چی میگه. بیا دیگه. بله یک لحظه. آقای سرگی هست بخیر، فاطمه رفسنجانی دوست اعلام کرده که مرگ پدرم طبیعی نبوده، حتما مرگ حسن علی منصور که توسط محمد بخارایی با همسایه آقای رفسنجانی کشته شد طبیعی بوده. قربانت خدا حافظ. فائزه نه فاطمه، فائزه رفسنجانی. بله اینا از این شکرها زیاد میخورن، شما خیلی به دل نگیر. و دیگه طرف قد ما تو شیراز تو ته کوچمون یه نفر بود بهش گفتن سید احمد، این مغازه داشت، بعد وقتی یکی چی بود میگفتن این اندازه خر سید احمد عمر کرده. اینم دیگه الان میخواسته چند سال باباش عمر کنه. بابا هم از روز اول چاق بود، به نسبت ایرانی ها اکبر رفسنجانی چاق بود، همین الان بچه هاش چاق هستن. بی خیال، در اصل ممنون و متشکرم از شما، مدت ها بود از شما خبر نداشتیم، خوشحالم که
زنگ زدید و ارتباط دوباره برقرار شد. با ما باشید، نظراتون رو درباره برنامه‌ها کوتاه، مفید، مختصر بگید. و من میخواستم امروز برنامه نداشته باشم، بعد گفتم خب حالا که اون دوستمون آمده من یک ساعت برنامه میذارم، سه میکروفون رو میذارم در اختیار ایشون، خداحافظی میکنم. ولی مگه میشه؟ من بارها گفتم این زبون ما پنکه جیگرمونه، اگه باد نزنه جیگرمون داغ میشه، کباب میشه. دوستان اگر مخالف من هستید میتونید بیان تو تلویزیون نظراتتون رو بگید، اگه دشمن من هستید یه چیزی تو مغزتون عوضیه، برید خودتون رو به دکتر نشون بدید، چون من با شما دشمنی ندارم. و شما اگه دشمن یه طرفه باشید با یه کسی، مثل عشق یک طرفه که سرانجام نداره، ولی دشمن یه طرفه سرانجام داره، خودتون رو میکشید، دغمرگ میشید. خدا میدونه تا حالا چند نفر از این سلطنت طلبای شاه اللهی که مخالف من بودن چون فکر کردن دشمن من هستن دق کردن و مردن. نکنید، خودتون رو نجات بدین، بیان حرفتون رو بزنید مثل انسانهای شریف قرن 21. روز روزگار بر شما خوش. سال نو 2019 رو به شما تبریک میگم، امیدوارم سالی بهتر، شادتر، موفقتر برای همه انسانهای جهان، حتی اگه در کرات دیگه هم جانورانی جاندارانی هستن برای اونها هم باشه. میگه که امپراتور بزرگتر از همه است. اکبری گفت همون 6 تا 7 میلیون که زدیم، گفت 5 خورده. در آلمان هم هست، خسته نباشید. تو آلمان میگفتن پنر، نه همهش عرق میخوردن همینجوری از اون بالا جیش میکردن توی بانهوف و اینها. و اینجا بهشون میگن پن هنجرین. پن یعنی مایتابه. و اینا همین چون این ظرفه رو میگیرن اینجوری جلوتون چی میکنن، و خیلی اینجا مزاحمت ایجاد میشد. بهشون گفتن ببین شما میتونی وایسی اینجا گدایی کنی، ولی اگه طرف گفتی کمک کن پولت نداد، نمیتونی فوش بدی، متلک بگی اینا. اگه این کارو بکنی میتونید ازشون شکایت کنید و میگیرن میبرنشون. کجا میبرنشون؟ میبرن خوراک مجانی بهشون میدن. همچین که مرتب شد میفهمه بیاد آقا دیگه چرا گدایی کنه، میره دزدی میکنه. کجا دزدی میکنه؟ میره اینو میکشه اونو میکشه. همینجا یک خانم دکتر ایرانی بیچاره برای 500 دلار کشتنش، که من به بچه‌هام گفتم اگه کسی دزد آمد بگو ببین اینو بگی فردا بیا همینجا من 200 دلار دیگه از ماشین میگیرم بهت میدم. در صورت دوستان عزیز ممنون، متشکرم. ممنون از خانم نیر که میگه موفق باشید جناب سوربی. من حقیقتش نمیدونم من اگه موفق باشم چی میشه. اگه موفق باشم به نفع آخونداست یا به نفع دوستانی هست که دنبال حقیقت هستن. ولی از شما باز هم از صمیم قلب ممنونم که با همه مخالفت هایی که با من دارید هم مثل یک خواهر حرفامو گوش میدید، هم حرفاتونو میزنید و هم حمایت میکنید. روز روزگار بر شما دوستان خوب و خوش. به امید دیدارتون روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا. مرسی. پنر، بله. اوکی. اکبری میگه بله، هنوزم بهشون میگن پنر. اوکی. چند بار خداحافظی کردم؟ دو بار. یه بار دیگه. خداحافظ. بی خود نبود این بیچاره، میگفت سی پی یو. یک دونه از اون انکودرهای قبلی رو خاموش نکرده بودم، یادم رفت.